بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. امروز دوشنبه است، اول آبان 1396 و برابر با 23 اکتبر 2017. به تمام کسایی که در ماه آبان دنیا آمدن پیشاپیش و چی میگن پساپس تبریک میگیم و احتمالاً از فردا تبریکات 4 آبان به دلیل تولد شاه، 9 آبان به دلیل تولد رضا پهلوی، 9 آبان به دلیل تولد کوروش کبیر که همه اینا معلوم نیست تاریخاش درست باشه غلط باشه و اینها بماند. ممکنه تاریخ تولد رضا پهلوی درست باشه چون موقعی بوده که دیگه به اصطلاح ثبت احوالی داشتیم، شناسنامه‌ای داشتیم و اونای دیگر رو خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد چون میدونید تو خانواده ها رسم بود وقتی که یه نفر بچه‌ای به دنیا می آورد و از دنیا میرفت شناسنامه‌شو نگه می‌داشتن، میگفتن حالا شاید یه بچه دیگه اومد، اون بیچاره 3 دیگه دنیا میمد با شناسنامه داداشش که 3 بزرگتر بود باید زندگی میکرد. در هر صورت پیشا پیش بهتون بگم که در 60 دقیقه اول که اسمش هست 60 دقیقه با سوربی، درباره آقای شایان کاویانی چند دقیقه صحبت میکنیم چون از روزی که اینو تو برنامه گفتیم دوستان تماس گرفتن میگن این کیه چیه صحبت میکنیم. بعد یه ویدیوی 15 دقیقه‌ای هست در یعنی صحبت‌های خانم صدیقه وسمقی یا وسمقی، نمیدونم تلفظش کدوم درسته، اینو بعد از برنامه پخش میکنم، هر وقت برنامه زنده خودم تموم بشه براتون پخش میکنم، 15 دقیقه هست. بعد آیا شما هم با خوندن بعضی از تابلوهای فارسی، حالا فارسی معمولیش که مشکل داریم، بعضی ها دیگه وقتی هم تابلو می نویسن یک قیرغمیشی میان نقطه اینو اونجا میذارن، آ اونو اینجا میذارن، سینه اینو اینجوریش میکنن، قاف اونو اینجوریش میکنن، شما هم این مشکل رو دارید یا نه؟ در مورد صحبت میکنیم. یه عکسی هم همین الان بهتون نشون میدم، اجازه بدید که از شما بپرسم به نظر شما این چی نوشته. میتونید توی فیسبوک بنویسید، میتونید توی ایمیل برای من ارسال کنید و آخر مثلا قسمت دوم، قسمت اول وقتی میریم قسمت دوم من اینو در موردش توضیح میدم و میگم که اصلا این چی نوشته. اجازه بدید فقط من اینو بزرگتر به شما نشون بدم که گله و شکایتی نباشه. مثلا این یکی از اون تابلوهایی که من نگاه کردم، اول متوجه نشدم این چی نوشته، بعد انگلیسیش نگاه کردم، از انگلیسیش فهمیدم فارسی چی نوشته. خب این جای تأسفه که ما مجبور بشیم که بریم یک انگلیسی نگاه کنیم تا ببینیم این که فارسی نوشته منظور از نوشتن انتقال یه چیزی هست از مغز اون، از کاسبی اون به من و شما، ولی این آقا یا خانمی که اینجوری نوشته شما به من بگید این چی نوشته. و اما بریم سراغ ویدیوی یه دختر خانم ایرانی در فرودگاه، برخوردش با گشت ارشاد و براتون در حین برنامه نشون میدم و ببینید در ایران چی میگذره، اونا کجا، من و شما کجا. و یه ویدیو جالبی هست که میپرسه از شما فکر میکنید چقدر باسواد هستید. این ویدیو تعریف یونسکو هست از یک فرد باسواد که توضیح میده که سواد چیه. چون خود من مثلا بعض وقتا دیدم که میگن آقا طرف نابغه است، میگم چرا نابغه است؟ میگن خیلی خوب پیانو میزنه. میگم بابا از 4 بردنش پیانو زده، تمرین کرده، بعدم داره چه کار میکنه؟ آهنگ بتهوون میزنه، آهنگ موزارت میزنه، چون اونا به گوش ما آشناست، برای ما لذت بخشه. و نابغه‌ش چیه؟ خودش آهنگی درست کرده، آهنگی نوشته اینا که تازه همون هم نابغه نیستن. بمانه. بعد یه عکسی رو دارم از یک معلم ایران، نوشته یه معلم ایرانی، اونو براتون میخونم و نشون میدم. درباره شایان کاویانی باز یه عکسی هست که FBI برای میدونید FBI چندین قسمت داره. یه قسمتش هست که
wanted people، اونایی رو که به جرائم مختلفن یا مشکوک هستن دنبالشون میگردن، اعلامیه میدن که من و شما اگه دیدیمشون تو خیابون، ماشینشون دیدیم، اینا اطلاع بدید. یه دستن missing person، یعنی افراد گم شده، اینایی رو که دیگه باور کردن و میدونن گم شده، اینا رو آگهی میدن که اگه من و شما یه خبری داریم، خبر جدیدی داریم، باشون تماس بگیریم. و الان ماجرای شایان کاویانی $25,000 هم جایزه گذاشتن. بعض وقتا خانواده این افراد جوایز رو میذارن، در صورت اون رو هم میگم. و من نمیدونم، حالا اینا باز قسمت دوم برنامه نشون بدیم، چون در رابطه با فیسبوک، یه فردی که 6 سال پیش گم شده امروز ما عکسش رو گذاشتیم، چگونه چند تا از دوستان به هم فوش و فوشکشی بهتون نشون میدم. ما فکر نکنید اغراق میکنم یا قلوف میکنم یا اگزاجریت، نه، بهتون نشون میدم. یه آگهی مال FBI، ما هم هیچ چیزی اضافه نکردیم، گذاشتیم اونجا. ببینید این دوستان چگونه از کالیفرنیا به ویرجینیا فوش و فوش کشید. اسم دوستانم نمیگیم، حالا رو فیسبوک خودتون میرین ببینید. بابا کارمون خیلی خرابه، نمیدونم. و آیا ترامپ شریک تجاری سپاه است؟ اینایی که در چند روز گذشته مخصوصا دیدم یه ویدیوی کوتاهی رو، حالا دیگه مجاهدین میدونی که 100 تا اسم دارن به نام شورای ملی مقاومت، یه ویدیوی رو نمیخوام بگم با صدایی که، ولی من فکر میکنم با صدای یکی از دوستانی که تو همین منطقه هست، بله، ایشون میپرسه چرا فوش؟ والا من نمیدونم. حتما شما هم روزانه به این افراد برخورد میکنید که بدون هیچ دلیلی به همدیگه فوش و توهین و بگذر. و توی این ویدیو شورای ملی مقاومت میگه بیایم حالا که ترامپ مردم ایران رو از دولت ایران جدا کرده ازش تشکر کنیم. و دروغه آقای ترشیزی، شما که اینو میذاری عزیزی من، شما یه دروغی رو میذاری، یعنی تاییدش کردی، داری اون دروغ رو پخش میکنی. این دروغ محضه. این میگه تروریست نیشن. شما که تو آمریکا زندگی میکنید، انگلیسی 100 مرحله از من بهتره، نمیگه تروریست گورنمنت، نمیگه تروریست نمیدونم ریپابلیک آف مولا یا هرچی، میگه تروریست نیشن، ملت تروریست. اوکی، این رو چیز میکنیم. بعد اینایی که فکر میکنن ترامپ با این سانکشنایی که گذاشته و اینها میخواد به اصطلاح جلوی معاملات سپاه رو ببینه بگیره، براتون نشون میدم که نیویورکر مقاله ای رو، میدونید این نیویورک تایم و نیویورکر و واشنگتن پست و واشنگتن تایم و اینا هستن حقیقتا که میرن وقتی یه جایی یه چیزی خرابه، اینا کاوش میکنن، پیدا میکنن، و اونها ژورنالیست های حقیقی هستن، اونها خبرنگار حقیقی هستن. نما ترم یعنی من 50 سال پیش خبرنگار بودیم، میگیم چه کاره بودی؟ میگیم میرفتم تو کاخ خبر پخش میکردم. این چه خبری بوده که اونجا پخش میکردن؟ هر کاغذی میدادن دستون شما میخوندی. بگذاریم. زندانهایی که تاثیرگذار هستن، یه ویدیو رو بهتون نشون میدم که 5 تا زندان رو نشون میده که با اعداد و رقم و آمار نشون میدن که اینایی که میان اینجا زندانی میشن تعدادشون خیلی کم میشه. میدونید که این چیزا میگن به این درایی که میچرخه دور خودش، چی میگن، یا درای بار، قدیما اینجوری بود، میزدی میرفت برمیگشت، میگن زندان حالت اینو داره. اینایی که میرن زندان، هی میرن تو زندان میان بیرون، میرن تو زندان میان بیرون. ولی این زندان ها نشون میده که اینایی که میان زندان به اصطلاح واقعا اصلاح میشن. همین کورکشن فسیلیتی که آمریکا ادعا میکنه و دروغ میگه، اصلا کورکشن فسیلیتی نیست. هر کسی آفتاب دوزه میره اونجا ماشین دوز میاد بیرون، هر کسی ماشین دوزه میره اونجا نمیدونم با اسلحه و اینها میاد بیرون بمانه. این 5 تا زندان هم بهتون نشون میدم. و اما ویدیویی درباره آمریکا که حکایت میکنه اوضاع آمریکا خیلی خرابه و به زودی از ردیف کشورهای نمیدونم توسعه یافته و جهان اول و اینها میره
شاید جزو کشورهای چی میگن در حال توسعه یا کشورهای جهان سوم. اینم تبریک به دوستانی که اینجا هم همون جر و دعوا و فوش و فوشکشی و تهمت و اینها رو داریم انجام میدیم، به زودی اینجا هم میشه مثل کجا؟ مثل ایران، مثل خاورمیانه و الی آخر. و اما کنسرت خیریه 5 تا رئیس جمهور آمریکا، 5 تا رئیس جمهورهای قبلی که هنوز زنده هستن، کنسرتی رو فکر کنم در تگزاس راه انداختن که پولش، عایداتش برسه کمک بشه به اینایی که طوفان و اینها از به اصطلاح صدمه بهشون زده. ببینید دوستان، توی آمریکا هم که ثروتمندترین کشور دنیا هست و اینها، باز وقتی مصیبتی، فاجعه‌ای اتفاق میفته، دست نیاز به سوی مردم دراز میکنن و مردم هستن که کمک میکنن. 5 تا رئیس جمهور، یعنی آقای جورج بوش پدر، بعد کارتر، یا باید به ترتیب اینجوری بگیم، کارتر، بعد ریگان که مرد تموم شد، جورج بوش پدر، بعد کلینتون، بعد جورج بوش پسر، اوباما. این 5 تا. آقای ترامپ هم یه پیامی فرستاده، ولی کسی توی این برنامه به اصطلاح خیلی به ترامپ تایید نمی‌کنه. Live 7 that you mentioned, you are right. بله، خیلی ممنون. وزیر امور خارجه آمریکا برای چند ساعتی ناپدید شده بود. اجازه بدید من اینو شیر کنم با دوستانی که روی مردم تیوی هستن. گاهی وقتا یادمون میره، ولی حسن این فیسبوک اینه که میتونن دوباره بیان از اول برگردونن نگاه کنن هر زمانی که میخوان. من اینجا میخوام بنویسم 60 minute، بعد اینجوری بزنیم سوربی. حالا ببینیم این 60 دقیقه با سوربی رو واقعا رعایت میکنیم یا نه. اینجوری بعد اینم از این. شما هم اگه لطف کنید این ویدیوها رو با دوستانتون شیر کنید ممنونم، مخصوصا با این خاطر که ما برنامه‌مون رو تو ساعات پرایم تایم پخش نمی‌کنیم. ساعاتی هست که معمولا اکثرا دوستان یا سر کارن یا از خونه بیرونن. دلیلش هم اینه که اینجوری می‌کنیم، هر کی خونه نشسته و اینها با ماست، هر کی که بعدن میاد میتونه در بازپخش در بایگانی تماشا کنه. و اما وزیر خارجه پیشین سوئد گفت تجاوز جنسی حتی در بالاترین سطوح سیاست هم وجود داره. و میدونید که به خاطر این ماجراهای از ترامپ گرفته، بعدن این آقای هاروی واینستین و دیگران، همین آقای بیل اورایلی، اون رئیس چیز که مرد، پیرمردی بود، فاکس، و خیلی نماینده مجلس که الان زندانه و زنش اون خانم هما توی فعالیت‌های ترامپ بوده، اینها توی فعالیت کلینتون بوده اینها، و الان یه وبسایت یا یک هشتگ، من این هشتگ هم نمی‌فهمم چجوری باید استفاده کنیم، هشتگ روی فیسبوک یا هشتگ روی توییتر، در صورت هشتگ میتو. خیلی‌ها اومدن یکی یکی میگن. همین دیروز یه هنرپیشه که تازه جایزه اسکار گرفت، خانم سیاهی، اونم اومد گفت که به اصطلاح بهش دست درازی شده، اذیت جنسی شده. و این خانم وزیر پیشین سوئد، باورتون میشه این اتفاق براش افتاده؟ عکسش هم اینا رو بعد بهتون نشون میدم. و برگردیم به اینجا که وزیر امور خارجه برای چند ساعتی ناپدید شده بود، توی یکی از کشورهای عربی بوده، بعد وقتی سوار هواپیما میشن معمولا میگن که داره میره فلان جا، به هیچ که نگفتن، و بعد مثل که رفته عراق، بعد سر از ریاض درآورده، شورای هماهنگی عربستان و عراق رو در ریاض امضا کردن، یه هشداری باشه برای آخوندا. و اما وکیل آقای محمد علی طاهری، اون بنیاد عرفان حلقه یا بنیاد حلقه، گفته که دیوان عالی کشور موکلم را احضار و با او گفتگو کرده. اون مقاله و ایناش هم بعد بهتون نشون میدم، میخونم براتون. تا حالا چند تا شد؟ 20 سالی شد یا بیشتر؟ بریم ادامه بدیم. برای من خیلی جالبه، یه گروهی داریم که عرفان حلقه دوستان میخوان
ثابت کنن که آقای محمد علی طاهری کشته شده یا اعدام شده یا به خاطر اعتصاب غذا در زندان از بین رفته. یه گروهی داریم مجاهدین همه دنیا میگن بابا این مرده، کشته شده، رفته. اینا اصرار دارن که بگن نه خیر، رجوی زنده است. و بیچاره من و تو، شمایی که ایرانی هستیم، این ورمون این تظاهر میکنه به زنده بودن، اون ورمون اون تظاهر میکنه به مرده بودن یا مردن. و اما اهدای خون، من ماه سپتامبر وقتی که آمدم اینجا اون پیرن رو به شما نشون دادم که خیلی کار خوبیه که آدم بره خون هدیه کنه به دیگران، دیگرانی که شما اصلا نمیشناسی، ازشون انتظاری نداری. درباره خوبی های اهدای خون براتون میخونم. گویا یکی دو تا مشکلم داره که باید به اون مشکلات توجه کنید قبل از اینکه برید و بخواید خون هدیه کنید یا به دیگران خون بدید. و اما اگر یک کسی به شما بیاد بگه این شاهنشاه آریامهر آقای سوئیس رفته کسی بوده که میخواسته سپاه دین، یعنی حالا سپاه دانش و سپاه بهداشت و سپاه ترویج آبادانی خیلی خوب کار کردن، همه ایران با سواد شد، همه ایران دارای درمان تامینات خدمات درمانی شد، ترویج آبادانی شد، تنها چیزی که کم داشتیم کم مذهبی و کم دینی بوده که آقای شاه میخواسته سپاه دین هم درست کنه. تون نرید دوستان شاه اللهی، فوش ندید، سب بدید، بهتون نشون میدم. و اما تشکیل سپاه دین به فرمان شاهنشاه آریامهر ویدیو جالبی است، به دیدنش میارزه. عربیان گولف، این ویدیو رو هم یه قسمت کمیشو در برنامه نشون میدم. بعد از اون ویدیویی که بهتون گفتم حدود 15 دقیقه اونه، 11 دقیقه هم این ویدیو رو بهتون نشون میدم و میگه به شما که اینایی که خارج نشستن چجوری تو دوربین نگاه میکنن و دروغ میگن. معروف ترین اونها آقای فخرآوره که میگه این آقای فلانی که ایراد گرفته از ترامپ متوجه نشده ترامپ منظورش اون بوده. احمق، به ترامپ بگو منظور تو بد گفتی. آخه این ترامپ کیه که منظورش دربارش پرژن گلف اشتباه میگه؟ میخواد تسلیت بگه به زنی که شوهرش رو توی نیجر از دست داده، اشتباه میگه. 100 تا چی روزانه اشتباه میگه، وقت توی احمق فخرآور پاچه خوره نمیدونم براون نوز میای میگه که خب اون اشتباه گفته. یا اون سید دیوانه احمق میاد میگه که حالا بابا ول کنید گفته پرژن گلف یا فلان یا عربیان گلف، کارهای دیگه میخواد برای اون انجام بده. خیلی کارمون خرابه. این ویدیو رو هم بهتون نشون میدم. این خانم صدیقه وسمقی که به زندان اوین منتقل شده، کسی میشناستش؟ گویا سخنگوی شورای مجلس بوده، گویا نماینده مجلس بوده، بعد میاد خارج، بعد میره اونجا میگیرن میندازنش زندان، بعد براش وثیقه صادر میکنن، وثیقهشو نتونسته تأمین کنه، از 3 میلیارد گردن 1 میلیارد تومان باز نتونسته مثل که بخواهیم خاطر بودنش زندان. ویدیو او رو بهتون نشون میدم بعد از برنامه. و اما ساعت 3 بعد از ظهر ویدیوی دوستی از خلیج فارس، اسمش رو از امروز میذاریم آرش کمانگی، چون چنان تیری از خلیج فارس در کمان گذاشته و پرتاب میکنه که رسیده فعلا با آمریکا. 7000 مایله چقدره؟ بمانه عقل بشر برنامه 25. بعد به غیر از این چیزایی که براتون گفتم، صحبت‌های خیلی زیادی هست که حالا با یکی با هم میریم شروع میکنیم. 18 دقیقه گذشته، ما فقط داشتیم خلاصه اهم موضوعات رو بهتون میگفتیم. حالا این مشروع موضوعات تا کی باشه دیگه خدا دانه. خب برنامه رو شروع میکنیم. و اینکه نوشته های فارسی که گیج کننده هستن، اون عکس رو بهتون نشون دادم، شما به من بگید که به نظرتون این عکس چی میگه، یعنی چی نوشته. اگر قبلا دیدید اون وبسایت رو میدونید، خب اون حرفش جداست. ولی اگر شما هم اولین بار است که اینو میبینید و دچار اشکال شدید، پس سوال از خودمون این هست که چرا باید ما فارسی رو اینجوری بنویسیم که حتی برای من و شمایی که فارسی زبان هستیم و از 5-6 سالگی فارسی خوندیم و نوشتیم، این مشکل خوندن وجود داشته باشه. و اما ماجرای بحرین و یه ماجرای تلخ دیگه که روزنامه های تورنتو و اینها نوشتن،
بذارید براتون این صفحه رو باز کنم، درباره یه آقای ایرانی که گویا 2 سال پیش کشته شده و یه جورایی اوضاع نامعلوم و مجهول بوده، تا اینکه بالاخره اون زن و شوهری که این بیچاره رو کشتن به یه وضع فجی حالا دستگیر شدن و توی دادگاه صحبت کردن و اعترافات تکان دهنده اینو، اعترافات تکان دهنده قاتلان سینا پارسی مهاجر ایرانی در تورنتو، و میگه که پس از 2 سال پس از قتل، اجازه بدید من بهتون نشون بدم، من دوست دارم وقتی یه چیزی رو میخونم به شما هم نشون بدم که اگر اشتباهی در خوندن من هست یا اونا جمله‌ای که نوشتن یه وقت اشکال داره، شما بتونید اون رو بهتر و نمیدونم چرا این واقعا ما را اذیت میکنه، 3 بار 4 بار باید بزنیم تا اینجوری بشه. متوجه میشید قبل از اینکه من بیام این صفحه رو بهتون نشون بدم صفحه یه مقداری سفید میشه. اون موقع درسته، اون موقعی که میخواد منتقل کنه اون چیزی رو که من میخوام به این سیستم و نشون بده، ولی بعض وقتا 3 بار میزنیم یه لحظه اون صفحه سفید میشه، دوباره میپره. 2 سال پس از قتل سینا پارسی مهاجر ایرانی در تورنتو، این هفته اعلام شد که مقتول هیچ آشنایی قبلی با قاتلان خود نداشته و این اولین و آخرین دیدار آنها بوده است. این جزئیات در جریان اعلام حکم دادگاه زوجی که قاتل سینا پارسی بودند اعلام شده و به این ترتیب حالا جزئیات بیشتری درباره نحوه قتل او روشن شده است. زوج قاتل اخیراً در نامه‌ای به همسر سینا از آنچه بر سر شوهر او آورده بودند اظهار تأسف کردند. روزنامه تورنتوسان درباره سابقه آشنایی سینا پارسی با قاتلان به نقل از یک منبع نوشته که سینا آشنایی قبلی با قاتلان نداشته و او به آدم‌های اشتباهی اعتماد کرده. باید مینوشت به آدم‌های عوضی اعتماد کرده، آدم های اشتباهی. در هر صورت مثلا ممکنه به جای یه نفر رفته باش با یکی دیگه، ولی اینا آدم های عوضی بودن، گویا این بهشون اعتماد کرده. حالا ماجرا چجوری بوده نمیدونم. نوشته ضمن این که پیش از این خبر قطع را منتشر کرده بوده که میتوانید آنها را اینجا 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 بخوانید. به گزارش خبرنگار ما، زوج اهل تورنتو که سینا پارسی را در سال 2015 به قتل رسانده بودند محکوم شدند بر اساس حکم دادگاه آنتاریو، کلاید مارشال به قتل درجه اول و سابرینا چورات به قتل درجه دو محکوم شدند. قاضی مارشال را به حبس ابد محکوم کرده است. قتل سینا پارسی در سال 2015 بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های تورنتو فارسی زبان داشت. پلیس در ماه جون سال 2015 2 هفته بعد از کشف جسد این مرد 32 ساله در آپارتمانی در تورنتو موفق شد کلاید مارشال و سابرینا چورات را در نیاگارا دستگیر کند. کلاید که اصالتاً اهل برانزویک است در زمان ارتکاب به جرم 37 سال داشته، چورات هم اهل شهر، حالا برای ما مهم نیست که اینا اهل کدوم شهر بودن و چی بودن. بیچاره اون ایرانی که با 1000 امید و آرزو آمده بوده کانادا، حالا فکر کرده اینجا که بله رسیدم این ور و این بهشت موعوده. سینا پارسی در ماه جون پس از آن که از یک بازی فوتبال باز میگشت ناپدید شد. پس از آن بود که پلیس منطقه یورک عملیات جستجو را آغاز کرد و بر اساس اسناد به آپارتمان این زوج تورنتویی رسید. این آپارتمان در وولنر اوینیو نزدیک خیابان جین و سنت کلر وست واقع شده است. مثلا اصلا اینا لازمه برای من و شما. این دستگیری باعث شد حقایق زیاد درباره پرونده قتل 9 ماه جون فلان برملا شود. من هر چی خوندم ننوشته چجوری شده که اینها رفتن. نوشته قاتلان مدعی شدند که آنها در آپارتمان یک رابطه جنسی خودخواسته را با او آغاز می کنند که بر اساس آن پارسی به تخت بسته می شود. این بنده خدا که زن داشته، بعدم نمیدونم، در صورت نوشتن که این زوج اعتراف کردند که کمی بعد او را برهنه کرده، سرش را پایین برده و با تعداد زیادی پارچه و کمربند او را به تخت می‌بندند. پارسی در این رابطه جنسی به صورت مکرر مورد
ضرب و شتم قرار میگیره و پس از آنکه استخوان بینیش میشکند بر اثر جراحات از ناحیه پشت سر خونریزی داخلی میکنه. پزشکی قانونی دلیل مرگ او را خفگی بر اثر بسته شدن شریان ها اعلام کرده، ضمن اینکه این زوج $400 از حساب بانکی او برداشتند. این زوج به همراه سگ خود ساعت 4 صبح وسایلشان را جمع کرده و از آپارتمانشان خارج می شوند. احتمالا اون بنده خدا را همونجا گذاشتند تا 2 هفته بعد به اصطلاح یا از بوی به اصطلاح جسد یا همسایه‌ها و اینها شکایت کردن و پیدا شده. دوستانی که فکر می کنند غرب واقعا دموکراسی هست، غرب آزادی هست، دیشب یه فیلمی رو تو CNN میدیدم راجع به میلیشیا. میلیشیا رو من نمیدونم به فارسی چی بگیم، ولی میلیشیا همونجور که قانون اساسی آمریکا اجازه میده مردم اسلحه داشته باشن، اجازه میده مردم هم گروه‌هایی رو تشکیل بدن به نام میلیشیا که اینها اگر یه وقت دولت یاغی شد، دولت خواست دیکتاتور بازی در بیاره، اینا جلوش وایسن و ببینید چه روز خطرناکی میشه. حالا یه مشتی آدم بدبخت ردنک کم سواد دوره اوباما اینا فکر کردن، اوباما چون سیاه هست و اومده رئیس جمهور شده، هی به هم میگفتن این میخواد اسلحه داشتن رو ممنوع کنه و به هم میگفتن این میخواد دیگه رئیس جمهور مادام العمر بشه، هی رفتن اسلحه خریدن، 30 تا 40 تا 50 تا اسلحه خریدن و بعدم اومدن این گروه ها رو تشکیل دادن. آخر هفته میرن توی کوه و کمر تیراندازی میکنن و تمرین میکنن اینها، ولی یکی نیست به اینا بگه احمقا دولت اون موقعی که باید این کار انجام داد. به اصطلاح فشنگایی رو که ساختن، این فشنگا رو شما بعد از چند مدت اگه نگهداری باطل میشه، کار نمیکنه. حالا یا پودر گوگردش خرابه یا اون چیزی که چی بهش میگفتیم که میزنه آتیش را میندازه، به اصطلاح اون باعث میشه که گوگرد آتیش بگیره، بعد گوگرد حجمش به اصطلاح فشار میده و این فشنگ میاد بیرون. و تازه شما آره مثلا یه جیپ داری، جیپت هم رفتی چرخاشو 6 اینچ آوردی بالا که تو خیابون که میری مثلا تو دست انداز رد نه فلا، بعد اون با تانک و با موشک و با این یکی دیگه چیه، هواپیمای بدون سرنشین میاد میزنتت از بالا. اینا شما رو گذاشتن سر کار. کدوم دولت ها؟ همین دولت هایی که با نشنال رایفل اسوسییشن هستن. اینم فیلم جالبیه، فکر کنم اسم برنامه هست This is Life، یعنی زندگی این است. یه خانم چینیزه، این یک شنبه تا یک شنبه CNN برنامه داره و برید نگاه کنید، جالبه. و اما آقای شایان کاویانی، اجازه بدید من عکس ایشون رو نشون بدم و اگر شما هم خبرهایی دارید و باعث میشه که این 25000 دلار به شما بدن، تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. اگه اون پول رو گرفتید ما رو هم حمایت کنید. و اما بهتون گفتم بارها من شنیدم دیدم که دوستان زنگ میزنن آقا من یه پیشنهادی دارم شما این کارو بکنید و اگر این کارو انجام دادید شما پولدار میشید. من میگم شما بیا این کارو انجام بده. و آهان، چاشنی باریکلا، این همشهری عزیز من آقای مجید که اتفاقا هفته پیش بود گاه صبحی همون جایی که بابای شما خونه داشت، من آمدم یه مغازه باز کنم به نام پرژن گولف و این احمقا نایزاشتن گفتن این اسم انگلیسیه. گفتم آقا برید پرژن گولف 3000 سال پیش که اصلا انگلیسی وجود نداشته، از اون موقع این پرژن گولف بوده. حالا ما بهش میگیم خلیج فارس، این چیزی که ما میگیم عربیه، هم خلیجش هم فارس، و الا باید بگیم پارس حداقل. اون خلیج هم بهش چی میگن؟ دماغه نه، آب چی شاخک، آب شاخک، یعنی اینام یه چیزی اینجوری میگن. در صورت بماند، ممنونم از شما، شما درست میگی، اون چاشنیه. چاشنی مثل همونی که تو ترقه هم درست میکنن، اون یه چیز کوچیکی هست پشت فشنگ که وقتی اون چکش یا اون میخه، شما وقتی اسلحه رو ماشهشو میکشین اون با سرعت میخوره، این اول چاشنی منفجر میشه، از منفجر شدن این چاشنی اون گوگردهای درون پوکه به اصطلاح، چون پوکه اول خالیه که اونو میریزن بعد فشنگو فشار میدن داخلش، اونها
منفجر میشن و اون انفجار چون اون وقت جاش کمه فشار میده، فشنگ میاد بیرون، فشنگ هم توی اون لوله تفنگ که شکل بهش میگن خان یه گردشایی داره، این رابطه فیزیکیه که هر چیزی اینجوری به چرخه سرعت زیادتر میشه و به اصطلاح شلیک میکنه و به هدف میزنه و الی آخر. دوستان ببینید اینجا نوشته missing person یعنی شخص گم شده، بعد اینجا نوشته شایان کاظمی. اینم یه اشکالیه که بعضیا اینو به عنوان شایان کاویانی میشناسن، بعضیا اینو به عنوان علی اصغر کاظمی میشناسن و الی آخر. September 25, 2011 میگه 25 سپتامبر 2011 استانبول ترکی، توی ترکیه، و میگه این عکس هم سال 2009 گرفته شده. میدونید ما ایرانی ها هممون یه عکسایی داریم مال 30 سال پیش، وقتی اینو میخوام نشون بدیم یه جایی بفرستیم اونو میفرستیم، بعد که خودمون میریم اونجا طرف فکر میکنه امروز خودمون کار داشتیم بابامون اومده به جای خودمون. و اما نوشته که اسمش هست شایان کاویانی، اصغر کاظمی یا اصغر کاظمی، بعد تولدش 1959. مشخصاتش اینجا میبینید، همین شما خودتونم برید توی گوگل تایپ کنید شایان کاظمی FBI ریوارد یا میسینگ پرسون، این میاد. حالا در قسمت دوم به اونجا میرسیم و من از شما سوال میکنم که اینو که ما گذاشتیم، خب یکی میاد میگه آقا این که قدیمیه چرا الان گذاشتی؟ بهش جواب میدیم که این رسم اینجا، هر از سالی، هر از 5 سالی، هر از 10 سالی FBI یا اینا بر میگردن، حتی خانواده ها بر میگردن، دوباره میگن کسی خبر نداره. دلیلش هم اینه، خیلی ساده، مثلا موقعی که این گم شده سال 2011 ممکنه این جوونا یا افرادی که از سازمان اطلاعات ایران جدا شدن، پناهنده شدن از اون آقای رضا کحلیلی، اون آقای مدحی، خیلی هم یکی دوتا نیستن، ماشاءالله همشهری خودم شاهین ترکمان، از اینا ممکنه یکی که میاد یه دفعه بگه آقا اونی بود که شما دنبالش میگشتی یا؟ میگیم بله. میگه آقا مثلا من رئیس چی بودم که برم اینو بندازم تو گونی ببرم ایران؟ و آخرین خبری که من شنیدم آقای شاهین ترکمان گفت به احتمال زیاد این سربنیز شده، چون حکومت ایران انقدر به اصطلاح وقت نداره که خودش رو معطل کنه، یک کسی رو زندانی کنه و اینها. البته دیدیم و شاهد بودیم که بعض وقتا اینا رو مبادله میکنن، یعنی اینو مثلا میده، دیدیم آخرینش 4-5 تا ایرانی رو گرفتن، 4-5 تا آمریکایی رو تحویل دادن و الی آخر. ببینیم چی میشه. یه دوستی هم نوشته به سرنوشت فولادوند دوچار شده. خب ولی باز سوال همونه که چرا یک میسینگ فلایر، یک میسینگ پرسن بیاند وقتی میذاریم دو تا ایرانی، یکیش از کالیفرنیا یکیش از اینجا، به همدیگه فوش و فوش کشی؟ نه از این فوش ها. برید ببینید، صدیقه وسمقی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اینو من براتون نشون بدم و اینجا با هم بخونیم و ببینیم و آشنا شویم. کامرای دو بفرمایید. بله بله، حاصل این نوشته اینه، اجازه بدید. بله، میگه دویچه وله بنابر گزارش ها صدیقه وسمقی، درست میگم وسمقی، اسلام پژو و سخنگوی دوره اول شورای شهر تهران. حالا نماینده ها و شورای شهر و اینا کی هن که دیگه این بنده خدا سخنگوی دوره اونها بوده، گفت مورچه چه کله پاچش چی بشه، خود مردم نماینده و رئیس جمهور و نخست وزیر که نداری، اینا رو قبول ندارن. این خانم بنده خدا اسلام پژو هم هست و سخنگوی دوره اول شورای شهر تهران، پس از احضار به دادسرا بازداشت و زندانی شد. او یک هفته پیش و هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شده بود، ولی وبسایت زیتون روز گذشته یک شنبه 30 مهر 22 اکتبر بدون ذکر منبع خود گزارش داد که صدیقه وسمقی، نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی، برسیم آخر این
چیز، ایشون دکتران بهش میدن، مهندس هم میشه، پروفسور هم میشه. از اول شروع شد اسلام پژو و سخنگو، الان اینجا شد نویسنده، پژوهشگر، فعال سیاسی. پس از احضار به دادسرای شهید مقدس، شهید مقدس اوین بازداشت و به زندان منتقل شده است. بنابراین گزارش، عضو پیشین شورای شهر تهران در دادگاهی 12 دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه یا مقیسه محاکمه شد و ابتدا قرار بود با سپردن یک وثیقه 3 میلیارد تومانی که بعداً به 1 میلیارد تومان کاهش یافته بود آزاد شود. ظاهرا در نهایت به علت تامین نشدن وثیقه، وسمقی با حکم رئیس دادگاه بازداشت و به بند زندان اوین منتقل شد. این خبر روز دوشنبه نیز در برخی سایت‌های خبری انعکاس یافت، اما تاکنون مسئولان دستگاه قضایی درباره این موضوع به طور رسمی اظهار نظر نکردند. این ویدیو مال سال 1394، ایشون در دانشگاه لندن صحبت کرده و میگه که نشست ایران فردای انتخابات، حالا ایران فردای انتخابات یعنی در فردای انتخابات، در فردای انتخابات ایران به چه صورت خواهد بود. این ویدیویی هست که من بعد از برنامه خودم پخش میکنم و بعد از اونم 11 دقیقه یا 12 دقیقه ویدیویی که فکر کنم رصد تیوی دیگه، میدونی هر کسی دو تا ویدیو میذاره یه جا میگه تیوی دیگه، الان ما نمیدونیم اینا واقعا تیوی هن و یا فقط یک آقای 14-15 ساله نشسته یه جا. بهتون گفتم یه آقای اومد اینقدر هی به من میگه من برنامه میخوام و اینا، خوب کمه ایران ماش کردیم، یه دفت یه وبسایتی گذاشت، بعد شروع کرد فیلم سینمایی گذاشت، بعد اسم خودش هم گذاشت تیوی. میگم آقا این که نمیشه که شما بیای ویدیوهای دیگران رو نشون بدی اسمشو بذاری تیوی. بگو همینه دیگه. خب ببینیم که اوضاع چی هست و کجا ما داریم میریم. این ویدیو رو نوشتم اینجا براتون نشون میدم، 60 دقیقه با سوربی رو گفتم، شایان کاویانی رو گفتم، نوشته های فارسی که گیج کننده هستن عکسش رو نشون دادم و اما ویدیوی دختر ایرانی در فرودگاه بذارید براتون اینجا نشون بدم که من هم یک جرعه آب بنوشم. ایران گرل، ببینیم که این خانم چی میگه و ماشاءالله ببینید که چجوری وایساده روبروی این. به نظر میرسه اونا دو سه نفر هستن گشت ارشاد فرودگاه و این من متوجه نشدم چه کار کرده، دوربینشو از قبل گذاشته رو کیفش، میدونسته رفته جلو و این کار کرده که فیلم برداری هم کنه به اصطلاح معروف بشه بعدن برای پناهندگی اینها، یا همین جوری. بله این دوستمونم توضیح داده که رصد تیوی تیوی اطلاعاتی است. خب مگر چیزی هم تو ایران هست که اطلاعاتی نباشه؟ همشون که اینا اطلاعاتی هست. بیا گوش کنیم با هم ببینیم نظرتون درباره این چی هست. هر روزم مستقیم باید من برم اونجا عروسی، باید مستقیم برم تالار. الان من برای چی این لباس رو پوشیدم؟ نداره، ما نمیگیم برای تو عروسی، بگه اینک بزن. من نمیتونم که اشکال راه داره، بگه اینک بزن یه تر بزن بکن کنم، یعنی نقاب بزنم؟ نه نقاب نقاب، یعنی اون چیزی که هستم نباشم. الان که هستی مشکل داره. خب پس اگه میگه یک تعهد بدی باید از اینجا بری، اگه گفتم باشیم که به هر ما گوش نمی کنیم، چه تعهدی با؟ اینم متاسفانه تا آخرش همونطوری که دارم محترمانه جواب شما رو میدم، توضیح دادم به علتش شده شما. اینجا اینو میگه، میگه که تعهد بده، میگه من برای چی تعهد بدم؟ دزدی کردم، تن فروشی کردم، کار غیرقانونی انجام دادم. خانمه بهش میگه تعهده برای تو نیست، تعهده برای ما است که اگه رفتی سوار هواپیما شدی و یکی اومد گفت چرا اینو فرستادید، بگیم تعهد داده، که واقعا مسخره است. این دکتر خانم حرف درستی میزنه، تعهد برای چی بدم؟ تعهد یه وقت منو میگیرید یه چیزی دزدیدم، به من میگید تعهد بده که دیگه ندزدی، اگه دزدیدی این بار زندان. حتی تو آمریکا هم این رسمه، اگه یه اشتباهی بکنی پلیس ببینه بار اولت هست بهت یه اخطار میده، اخطار که به تو میده وزد امضا میگیره، حقیقتا انگار که از تو تعهد گرفته که آقا ما این بار گذاشتیم بری،
دفعه دیگه نمیذاریم بریم. و این خانمه درست میگه، میگه شما بذار من برم، نفر بعدی هم اگه از من پرسید همین جوری که با شما منطقی و مؤدب صحبت کردم با اونا هم صحبت میکنم. بشنویم دنباله این فیلم ببینیم. این کیفش، این تلفنش رو رو کیف دستیش رو پرس زنانه معمولا گذاشته، روشن کرده، میدونسته که همچین اشکالی پیش میاد با اون آرایش که کرده بوده و داره میره تالار برای عروسی و اینها. و خوبه که همه این کارو بکنن، همه ویدیوها حاضر که اینایی که کارهای غیر قانونی میکنن، البته بعضی از اینا فکر میکنن دارن کار قانونی خدایی انجام میدن، ویدیوهاش باشه تا بعد یه مدتی خود اینها خجالت بکشن. دختر خود این خانم بخواد بره یه عروسی بگه بابا تو چه شغلی داری، بیا برو توی نساجی کار کنی، بهتر از اینه که گشت ارشاد فرودگاه باشه. بشنوید. خانم من آرایشم الان از آرایشگاه اومده. اگه نظرم بریم میخوایی چه کار کنی بعد؟ خانم شاید پوشش این خانم از نظر من خوب نبود، من دوست نداشته باشم پوشش این خانم، ولی بهشون احترام میذارم چون ایشون خودشون دلشون خواسته این پوشش رو داشته باشم، ولی من دلم نمیخواد این پوشش رو داشته باشم. ببینم خان یعنی این قانون یعنی چی؟ دوستان اگه صدای اون مامورا رو نشنیدید، گویا این خانم یه نفر حریفش نمیشه. دو سه نفری که اونجا هستن، یه خانم دیگه ای که احتمالا مسن هم از صداش معلومه، به این میگه که قانونن. این میگه این قانون یعنی چی؟ حالا دنبال این ببینید چقدر قشنگ میگه. که این رو من جواب دادم به یکی از دوستان، گفت آقا NFL چیه این؟ فوتبال قانونن میگه اینا با وایسن. گفتم آقا قانونای بد زیاد داریم، تظاهرات، اعتراضات، اعتصابات برای اینه که قانونای بد رو جلوش بگیرن و عوضش کنن. و الا اگه اینجوری بگیم آقای جورج واشنگتن رو نمیدونم، آمریکایی هم که رفتن بر علیه قانون اون کلون چی بوده، قانون استعماری انگلستان بر علیه آمریکا تظاهرات کردن و جنگ کردن، اینها اونا هم کار غیرقانونی شروع کردن، ولی همون کار غیرقانونی باعث شد که اولین دموکراسی آمریکایی با این قانون اساسی به وجود بیاد. ببینید حالا چی میگه درباره قانون. من جان خان ببینید زمان پیغمبرش هم فکر میکنم ازدواج با یک دختر بچه 9 ساله هم قانونی بود، یک زمانی تو آمریکاش بردهداری هم قانونی بود، حالا که هست که قانونه؟ به نظر شما این قانونه؟ من حجابم درست از نظر خودم تعهد بدم برای چی؟ مگه من چه خلافی کردم؟ مگه من آدم کشتم؟ مگه من چه کار کردم؟ مگه رفتم هرزگی کردم؟ مگه تنفروشی کردم؟ مگه چه کار کردم؟ من آدم کشتم؟ چه کار کردم؟ بله آفرین به این دختر. ولی آیا آفرین گفتن من و شما تو آمریکا و اروپا مشکلی را حل میکنه از خانمها در ایران؟ من بارها گفتم این خانمهایی که میخوان برن مسابقات ورزشی اینها، اینا برادراشون، شوهرشون، پدرشون، اینها بی غیرتن. و الا اگه اونا نرن، دولت ببینه آقا 100,000 تا بلیت فروش نرفت، هیچ که نرفت اونجا، خب قانون عوض میکنن. البته خب بعضی هم میگن اگه اونام نرن دولت میگه چه بهتر، ما که میخواستیم شر این فوتبال و مسابقه و بازی و اینا رو برداریم. نمیدونم، خلاصه روزگار غریبیست و نمیدونم چه باید کرد. اینم از این ماجرا. ویدیوی این دختر خانم هم نشون دادم، شما میتونید نظراتون در این باره هم بنویسید. و اما ماجرای بحرین، سوالاتی که هست، خیلی ها میگن شاه اینقدر دموکرات بود که گفت که خب بیاین رأی‌گیری کنیم، اگه میخواین خودمختاری خب بگین یا برید جدا شد و فلان اینا. بعد اگه اینجوری باشه، خب اگه هر شهری رو شما رأی‌گیری کنید، شاید همه شهرها، همه استانها گفتن ما میخواین خودمختار باشیم و جدا باشیم. و الان ببینید حتی توی اسپانیا اونا با وجود که رفراندوم شد و رأی دادن و جدا شدن، اسپانیا داره مقاومت میکنه و میگه نه ما نمیذاریم اون قسمت جدا بشه.
توی عراق با وجودی که کردها رفتن رأی دادن و جدا شدن، الان جنگ و خونریزی و کشت و کشتار و کردها هم شاکی که آقای آمریکا شما یه سری اسلحه دادی به اینا دارن ما رو میزنن، یه سری هم که ایران داره از اون ور کمک میکنه و اینا، آخه این چه روزگاریه. ولی خب اونا هم تقصیر دارن، اونا آمدن و به ترامپ، به مککین و به آمریکایی‌ها اعتماد کردن. ترامپی که من بهتون نشون میدم، خود قانونگذارای آمریکا امروز میگن این تراستوردی نیست. تراستوردی یعنی کسی که شما بتونی به حرفاش اطمینان کنی، قابل اعتماد باشه، رو حرفش حساب کنی، رو حرفش حساب کن. بله. و اما این رو دیروز یه نفر برای من فرستاد، 27 ماه می 1614 شاه عباس یکم، من دیگه نمیدونستم شاه عباس هم یکم دوم سوم چهارم داریم، ولی اینجوری که نوشته لابد داریم. شاه عباس یکم پس از دریافت دومین پیام فیلیپ پادشاه وقت اسپانیا که در آن بار دیگر خواسته بود که ایران جزیره بحرین را به اسپانیا بسپارد. حالا ببین وقتی زور میگن، آخه اسپانیا تو اونجا چیکار داری با جزیره بحرین؟ ولی خب اون موقع یادتونه لابد بندر عباس مال پرتغال بوده، بعد بحرین هم اینا میخواستن بگیرن. بعد میگه که تا اینا بتونن مروارید استخراج کنن، شاه عباس در همان جلسه خطاب به فرستاده پادشاه اسپانیا که به دیدار وی شتافته بود گفت که بحرین طبق اسناد موجود و فرهنگ مردم آن جزوی از قلمرو ایران بوده است و وی بر سر قلمرو ایران با کسی مذاکره و مصالحه نخواهد کرد، مماشات نخواهد کرد، و اگر پادشاه اسپانیا از آن گوشه جهان مدعی بحرین است تا از تنها از طریق جنگ میتواند آن را از ما بگیرد، که گمان نمی کنم که در جهان ارتشی یافت شود که بتواند با سرباز ایرانی مساف دهد. شاه عباس در پایان این دیدار که تفصیل آن را فرستاده اسپانیا برنگاشته و متن آن موجود است، خطاب به این فرستاده گفته بود مهمان نوازی خصلت ماست، ولی این آخرین بار باشد که چنین پیامی برای ما بیاوری. بازم صد رحمت به این، اون کی بوده؟ یزگرد سوم بوده، وقتی یه فرستاده از طرف عمر میاد، نمیدونم میاد که یه بلایی مثلش میاره. همین شاه عباس هم بگو آقا بشین حالا فعلا مهمون ما باش، بذار من با وزرا مشورت کنم ببینم چه چیزی بگی. چرا بیاد بگی تنها راهش جنگی، که اونم خب بگه بله میان. و بعدم دیدید دیگه، یه سری عثمانی ها اومدن، یه سری کی اومده، حالا دوستمون برام نوشته، من برای شما میخونم. بله. جزی از قلمرو ایران بوده و به بر سر قلمرو ایران با کسی مذاکره نمی کند و اینها، مهمان نواز هستیم و این آخرین باشی 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 میاد. شاه عباس سپس در حضور فرستاده اسپانیا به مقامات حاضر در جلسه تأکید کرده بود که اگر فرستادگان بعدی اسپانیا حامل چنین پیامی باشد، آنان را از بندر محل ورود به داخل ایران راه ندهند. در آن زمان به سبب سلطه عثمانی در منطقه مدیترانه، اروپاییان برای رسیدن به ایران تنها دو راه داشتند، راه دریا و راه روسیه. اینجا نقشه‌ای هست که میگه نقشه ایران، ببخشید من اینو خاموش کنم، اجازه بدید این عکس به شما نشون بدم. این عکسی بود که روی این به اصطلاح پستی که گذاشته بودن نشون میداد و باز دوباره همین ماجرا. بله اینه، کمرای دو نوشته پاسخ شاه عباس به پادشاه اسپانیا درباره بحرین در سال 1614 میلادی. بعد اون پایین هم نوشته نقشه کمیابی از ایران پیش از جدا شدن بحرین در دوره پهلوی. اینم از این ماجرا. ماشاءالله پهلوی ها گفت مادرت خان کرام بود بداد نمیدونم فلان، اینا هم اینجوری بودن. رضا شاه گویا اون رودخونه رو داده رفته که به خاطرش بلوچستان اینا اگه فکر کنم با خشکسال یعنی کم آب شدن. آقای شاه هم که بحرین رو گذاشته به رفراندوم و داده و رفته. این آخوندهای پدر سوخته یه حسنی که آخوند داره میگن دست دادن نداره و 8 سال جنگ با کشورهایی به اون قدرت، از فرانسه گرفته، از آمریکا گرفته، عراق و کشورهای عربی، حتی فلسطین پدر سوخته اون چی بود مرکه مزخرف، یاسر مزخرفات، این با اونا همکاری کرد. اینا 1 متر مربع
ندادن و تازه حالا دست انداختن عراق، دست انداختن سوریه، دست انداختن اونورتر، نفوذشون رو روی اون کشورها میبینیم. آیا این کارشون خوبه؟ نخه، اون کار اولیتون خوب بود که نگذاشتین یک متر مربع از ایران رو غریبه‌ای بگیره، ولی این کار دومتون دخالته. البته اینا عذر خودشون اینجوری موجه میکنن، ما برای اینکه اونا قوی نشن بیان تو ایران، ما داریم اونجا بهشون میجنگیم. نظرتون رو در این مورد هم میتونید بگید. خب اینم از این ماجرا. نوشته بعدی اینه که برآورده شده در سال 2025 آمریکا به کشورهای صف دوم میرود. همکنون اغلب دانشمندان و دکترهای هندی به کشورشان باز میگردند. اینم باید باز از ترامپ نادان تشکر کنیم که با این قانونای جدیدی که گذاشته، شرکت ها دیدن که افرادی که درس خونده بودن از جای دیگه اومدن اینجا با حقوقای کم کار میکردن، اینا به خاطر ویزا و اینها الان برمیگردن میرن چینا، میرن هندوستان، خودشون اونجا شرکت میزنن کار میکنن. شرکت ها گفتن ما که نمیتونیم این کار کنیم، شرکت ها هم دارن از اینجا میرن. و کانادا این وسط زبلی کرده، گفته هر کدومتون آمریکا میگه برین بیاین اینجا. کانادا سرده، چند تا 130-140 سال سابقه شه، ولی داره به اصطلاح پیشرفت میکنه شدید. این ویدیو رو من قبلا هم نشون داده بودم، ولی لازمه که اینا رو ببینیم برای دوستانی که نمیدونن. مثل دوستمون آقای علی ترابی هی زنده باد ترامپ میکنه و نمیدونه که این ترامپ چه سرطانی هست که به جون دنیا افتاده. اینو نشون بدیم. امیدمون این باشه که این دوستان یه مقداری به خودشون بیان و آگاه بشوند. اینم از این. ببینید از اینجا شروع میشه، میگه من یک اختلاف نظری دارم. این روی کامرای 3 از ویدیو پلیر ویندوز براتون پخشش کنم. زیرنویس فارسی داره، من ساکت میشم تا بشنوید و به اصطلاح این از این. من یک اختلاف نظری دارم. First of all, let me say that science is the engine of prosperity. From steam power to electricity to the laser to the transistor to the computer. That's not true. We're that's talking about technology. Hey, can I have my sure. Sure. You had your say. Let me have my say. Yes. However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right? How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. Then Wall Street Journal editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs from Americans. They create entire industries. خب دوستان دیدید که چقدر قشنگ توضیح داد و اون آقا هم
مثل بعضی از ما ایرانی ها که نمیتونیم اصلا صبر کنیم یه نفر دیگه بگه، اون نظراتشو گفته. این آقا دانشمنده، من اینو قبلا هم تو ویدیوهای دیگه دیدم و با دلیل و منطق داره ثابت میکنه که، و خیلی جالبه، این آمریکاییایی که میگن این خارجی ها شغلای ما رو گرفتن، میگه اصلا شما این شغلا رو نداشتی که اینا بگیرن. خب یه سری شغلایی رو که خارجی ها گرفتن اینه: خیابون رو جارو کن، چمن بزن، ظرفای تو رستوران رو بشور، نمیدونم اینا رو هم که آمریکایی ها فکر میکنن حالا دیگه خیلی حخنازه شدن و فیس و افاده رفته بالا، این کارا رو انجام نمیدن. خب آمریکایی که نه کار بالایی رو بلده نه کار پایینی رو میتونه انجام بده، این وسط گیر کرده. 40 میلیون آمریکایی زیر خط فقر اگه اشتباه نکنم، و دارن کمک میگیرن از دولت. یعنی همین شغلایی هم که تو والمارت و اینا هست، میاد با افتخار میگه ما این همه شغل درست کردیم، شغلی درست کرده که به تعداد اونایی که حالا باید کمک های دولتی بگیرن اضافه شده. طرف میره اونجا میگیره ساعتی 8 دلار، 10 دلار، 40 تا 8، اولا 40 ساعت بهشون نمیده، سعی میکنه 20 ساعت، 30 ساعت بده. بعد یه بدبخت میبینی 20 ساعت تو والمارت کار میکنه، 20 ساعت تو سی وی اس کار میکنه، هیچ جا بیمه نداره، یا 30 ساعت اینجا کار میکنه، 30 ساعت هم اونجا، 60 ساعت در هفته کار میکنه، بیمه هم نداره. حالا بگید 60 ساعت کار میکنه، بگید هر دوشون هم ساعتی 10 دلار به این میدن، 60 تا 10 دلار میشه چقدر؟ 600 دلار. 4 تا 600 دلار میشه 2400 دلار. معمولا کسی که کار میکنه زن داره، بچه داره. کسایی که کار میکنن، اینایی که زن دارن، دیگه زنشون کار نمیکنه یه حقوق دیگه بیاره، زن خانه داره. معمولا اینا زود بچه دارن به دلیل اینکه یا مذهبی ان، یا بالاخره به هر چی که شما دلش میدین بچه زیاد دارن. این بچه‌ها هم برمیگرده از کمک های دولتی استفاده میکنن، از خرج مدرسه نهارشون تا خرج دوا و دکتر و اینها. این آقا میگه آقا اینا بلد نیستن، اینا با این کاری که دارن میکنن به زودی آمریکا این بالایی ها میره، شما هم که میگید میخوام دیوار بسازم این پایینی هم نیان. خب چه کار میکنید خودتون؟ یه مشتی آدم تنبل، یه مشتی آدم بی سواد این وسط گیر افتادید. چجوری میخواین آمریکا رو بچرخونید؟ و آمریکا اگه چرخید به اینجا رسید، حقیقتش از روزی که آمریکا درست شده 250 سال پیش، 150 سالش که داشته مجانی از برده ها استفاده میکرده. خب معلومه منم اگه یه کارخونه بزنم کارگراش مجانی کار کنن، من موفق میشم. از روزی که اینا قرار شده آقا مجانی کار نکنن، ببینین آمریکا به چه بنبست بزرگی روبروه و چجوری هر روز داره میاد پایین. هر روز تعداد فقیرها زیاد میشه، تعداد پولدارا نه 100 تا 100 تا زیاد بشه، یکی زیاد میشه که پول 100 تا رو داره. و این اختلاف طبقاتی ایجاد شده به حدی که اصلا ممکنه هر آن آمریکا از لحاظ وضع اجتماعی منفجر بشه. خب و اما اینم ویدیو جالبی بود، ممنونم، متشکرم. ساعت 3 بعد از ظهر با دوستمون هستیم، گفتار بشر. اصلا اسم ایشون گفتاره، فامیلیش بشر، اسمش گفتاره، فامیلیش بشر. اون روز من رفتم یه جایی، اتفاقا مطب دکتر بود، خانم پرستاره که اومد گفت اسم من پیشنت هست. گفتم پیشنت یا دو تا معنی میده، یکی یعنی بیمار، یکی یعنی صبور. اتفاقا به بیمارم میگن پیشنت، یعنی باید صبر داشته باشی، یعنی پیشنت دیگه، صبر کن خوب میشی. در هر صورت این مسئله اسم و فامیل و اینها درست میگید شما. خود من بارها گفتم کسانی که میخوان بیان حرف بزنن باید ما بشناسیمشون، تا بعد اگه مسئولیتی بود، اگر پس فردا CIA FBI اومد در خونه من در زد، بگم آقا اینها، این آقا شماره تلفنش اینه، کارت شناساییش اینه اینه، ولی به این دلیل امروز نمیتونه صحبت کنه. همین فیلم ملیشیایی که دیروز گفتم تو CNN نشون میداد، 20 نفر اونجا بودن، 6 نفر 7 نفرشون صورتای خودشونو پوشونده بودن و اینا نمیخواستن شناخته بشن.
خب اگه یه ماجرای پیش بیاد یکی از اینا تیراندازی کنه بزنه یه نفر رو بکشه، اون رئیس اون ملیشیا میشناستش، میدونه کیه، عکسشو داره، شناسنامهشو داره، ویدیوهایی با هم دارن نشستن یا دارن خوراک میخورن یا دارن باربیکیو میکنن اینها الی آخر. در صورت اون سوال، اون دوستی که شروع کرد از اول لهجه خوزستانی هم داشت، به نظر من یه مقداری بیخود بود. و اشکالم اینه که این دوستان برنامه ها رو گوش نمیدن، فقط انتقاد میکنن از یه چیزای سطحی. و الا آقای مصطفی زاده مثلا یه برنامه رو گوش داده، انتقاد کرده، این دوستمونم جواب داده، بعد این دوستمون گفته به نظر من افرادی که میخوان انتقاد چیزی کنن باید این سلسله مطالبی که گفته شده اینها همه رو بشنون، بعدن صحبت کنن. جالب اینجاست که خود آقای مصطفی زاده هم بعضی وقتا تو اون چند برنامه که در تلویزیون مردم داشتن یا صحبتایی که می‌کردن با این مشکل مواجه می‌شدن که یه نفر از راه میرسه، یه دفعه یه چیزی رو ایشون گفته، همونو جمله رو میآورد و میگفت اینجور و اونجور. آقای مصطفی زاده هی تکرار می‌کرد که شما باید همه، و ما مثالای زیادی داریم، مثلا میگن طرف میگه لا اله یعنی خدا نیست، و طرف او یکی میاد میگه سرشو ببرین کافره، در صورتی که اگر همه جمله رو گفته بود، گفته بود لا اله الا الله، خدایی نیست به غیر از این الله، که خودمونم اشکال داره. بریم ببینیم برنامه 25مین ایشون رو توی آمریکا. اینایی که زن شوهر هستن 5 سال وقتی میگذره به اصطلاح جشن میگیرن، بعد 10 سال که میگذره جشن میگیرن، بعد 25 سال، بعد 50 سال، بعد هنوز ندیدم کسی که 100 سال به اصطلاح ازدواج کرده باشه و اینها. بذارید من این پلیر 4 رو براتون روشن کنم. خلاصه این پلیر 4 همینجوری که می‌بینید اینه که پیام شما در تلویزیون مردم، چون این دوست ما هم برنامهش به صورت آدیو است و به صورت پیام ارسال میکنه، پس با هم بشنویم پیام ایشون رو در برنامه عقل بشر قسمت 25. سلامی برخواسته از روانی خسته و پردرد. با گفتار امروز خواهان پهن کردن دردها در برابرتانم، به امید اینکه این سخن و درد دل عقده روانم گشوید و آرامش یابم. چند سالی است در خاورمیانه طایفه گرایی شعله می کشد و به خارج هم درس کرده. این یک گرایش از احساسات گروهی است که به عقل، منطق، اندیشه، درست و یا حقیقی بودن ربطی ندارد. تعصب کورکورانه و پیروی بدون اندیشیدن و هر گونه بررسی، سیر نادانی را رهنمود شده و با تحریک احساسات مذهبی مردم به جان هم افتادند. دوستی داشتم که نام پدر و نام فامیلش از اسمای شیعه بود اما خانوادگی سنی. از او علت را پرسیدم. او گفت من نه شیعه و نه سنی هستم. جوابش دادم ولی تو با سنی ها نماز میخونی؟ گفت برای اینکه اینطور یادم دادن. پرسیدم ولی تو شیعه یا سنی هستی؟ جوابش این بود اگر از یک کودکی که تازه به دبستان رفته بپرسی از فیزیک خوشت میاد یا شیمی را بیشتر دوست داری چه پاسخی میدهد؟ جواب دادم او نمیداند. فوراً گفت من هم همینطور نمیدانم. از کجا خبر دارم کدام مذهب بهتر و صحیح‌تر است تا به آن گرایش کنم؟ اما ما در کنار خود افرادی می‌شناسیم که بدون هیچ دانشی طرفدار این مذهب و دشمن آتشین با دیگری هستند. گویی گرایش به عقیده را پس از بحث و بررسی و مطالعه بسیار با قناعت کامل انتخاب کردند. اینقدر نفهم هستند که نمیتوانند تشخیص دهند پیروی از عقیده و اندیشه خارج از توانای انسان توسط پرورش، آموزش و اجتماع و اطرافیان به مغز انسان فرو رفته و حکمرانش شده. بنابراین آموزش تصور میکنند با پیروی از یک مذهب باید دشمن مذهب دیگر باشند تا رفتن به بهشت را تضمین کنند. نادانهایی با به سر نهادن عمامه و بر کردن عبا و با کردن نعل و بلند کردن ریش تصور دانشمند بودن می کنند، هرچند که در آمریکا زندگی کنند. به پیروان مذهب ها اهانت و آنان را ولد الزنا و حرامزاده می خوانند. در قرآن آمده ان بعض الظن اثم، یعنی کمی شک کردن گناه است. این آقایان چیزی تصور و سپس به شک مبدلش کرده اند، تهمتش ساخته و با تکرارش بر خود واقعیت می نهادند و با مخالفت
با متن قرآن که ایمانش را ادعا می کنند خود را بهشتی و مسلمان دو آتشه می شمارند. از کجا می دانند که این شخص مادرش زنا کرده؟ باید شنوندگانی نادان تر از خود داشته باشند که این گناه و گفتار گناه و مخالف دین و قرآن را بباورند. همین نادان پیروانشان شده و فریب ظاهر عمامه و ریش و قبا و عبا را می خورند. بیایید تاریخ پیدایش مذهبها را در دین اسلام جویا شویم. دین اسلام یکیست، پیامبرش یکی، کتابش قرآن، اما چرا اینقدر تفرقه ایجاد و طایفه ها ساخته شدن؟ در گفتارهای گذشته یک علت را بیان کردم که همانا اجتهاد است، یعنی بحث و بررسی در مسائل دین و اضافه کردن به معتقدات و تغییر آن. علاوه بر اجتهاد، علت اصلی پیدایش این مذهب ها سیاست و هدف بردگیری انسان بوده. کسی که عقیده ای می کارد هدفش چوپانی کردن و برنمودن مریدان است. این رفتار به عقیده آسمانی که پرستش خداست ربطی ندارد، بلکه تغییر روش دین از خدایی به فرعونی است که تمام رهبران دینی و سیاسی با ادعای پیروی از دین خود را بت پرستش قرار داده و می دهند. مراسمی را که برای دیدار و گفتگو با این انسانهای چوپان مجبور به اجرایش هستیم هرگز نسبت به خدا به عمل نمی آوریم. هنگام نیایش با گفتن تو با خدا دعا و درد دل می کنیم. همینطور نسبت به پیامبران و امامان از صیغه جمع استفاده نمی کنیم. اما هنگام نام بردن از رهبران و ملایان کلمه های بزرگ نما و چندین لقب در برابر و عبارت های نیایش در آخر نامشان را باید ردیف کنیم. فقط منظره شهرها در تمام مشرق زمین و من جمله ایران را به نظر آورید. بر هر دیوار خالی عکسی از حکمران به ارتفاع تمام ساختمان نقاشی کرده و یا چسباندند. این خودنمایی را کجا پیغمبر انجام داد؟ یا کدام امام فرض مذهبی برخوره مریدان کرد؟ آیا این بت‌سازی و بت‌پرستی نیست؟ فراموش نکرده ایم که همین آقایان 100 سال پیش عکس برداری را حرام کرده بودند. فراموش می کنند این عکس برداری و وسایل مدر را زندیق های کافر ملحد جهنم رو ساختند. در سال 32 هجری میان مسلمانان رده اول که قبل از فتح مکه همراهی با پیامبر را پذیرفته بودند و مسلمانان بعد از فتح که با زور مسلمان شده بودند بر سر تقسیم قدرت و ثروت و ثروت به دست آمده از فتح‌های اسلامی نبرد گرفت. گروهی خواهان باستادن نیرو و ثروت گذشته و دیگری مایل به نگه داشتن دستاوردهای نوین با دستک دین بودند. طرفی پیروز شد و ثروت و قدرت را در دست گرفت. از آن روز تفرقه میان عرب‌ها از شکل فردی و گروهی به مسلمانان درز کرد. با گذشت زمان به شکل رسید که امروز شاهدش هستیم. این دگر اندیشی و راهی دگر گزینی با سوء استفاده از عقیده تکراری است و مختص به اسلام نمی باشد. به علت خودخواهی افراد که خواهان حکمرانی و تسلط بر انسانها هستند کشت و کشتار انجام می شود تا مجتهدی هرچند در هر سخنی دم از آخرت و فنا می زند چوپان گله های آدم شود. این ستیزها به محتوای عقیده ارتباطی ندارد. ایرانیان پیرو مذهب تسنن بودند. اغلب علمایی که این مذهب را ساخته و به آن اصل و فرع دادن ایرانی هستند، یعنی مغز موبدانی که زردشتی متعصب بود پس از ضربت شمشیر عرب ها سنی متعصب شد، بعدها و باز با کشت و کشتار و تا امروز متعصب شیعه. تمام پادشاهان، دانشمندان و شخصیت ها که قبل از به سر کار آمدن صفوی ها در تاریخ ایران اعتباری دارند و افتخار ملی شمرده می شوند پیرو مذهب تسنن بودند. صفوی ها با ادعای برتر بودن مذهبشان و استفاده از شمشیر قزلباش ها مذهب شیعه را در اغلب مناطق ایران منتشر کردند. دهات دوررس در همه اطراف ایران که صفوی ها به آن نرسیدند تا حال پیرو مذهب تسنن باقی ماندند. این واقعیت را برای مردم ایران شرح نداده و عموم را در تاریکی گذاشتند. این تصور در مغزها فرو رفته که همه ایرانیان شیعه مذهب می باشند. بنابر اصول آموزشی به ما
فقط شیعیان به بهشت می روند، یعنی پدر بزرگان ما در جهنم جا دارند و شانس دیدارشان در آخرت هرگز به دست نخواهد آمد. این تعصب و گرایش به دین و تغییرش را در مرحله های گوناگون همیشه انسان صحیح شمرده است. نافهم بودن و گمراه ساختن گرایش عقل فرد و گروهی مرز و حدودی ندارد. با این وصف هرگز این بیدانشی را درک نمی کنیم. صفوی ها و سلطنت های پسین به مدت 4 قرن با عثمانی ها جنگیدند. علت و بهانه جنگ ها مسئله خلافت بود که پس از پیامبر کدام شخصیت می باعث خلیفه می شد؟ نیروهای غربی که استعمارگران بعدی شدند بنابر سندهای صحیح تاریخی با یکدیگر دست به یکی کرده و به اختلاف میان این دو امپراتوری حکمران بر جهان آن زمان شعله زده، تحریکشان نموده و به جان یکدیگر انداختند. نتیجه ای بار آورد که به تقسیم سرزمین‌های آنان میان کشورهای استعماری منجر شد. این توطئه غربی در تحریک اختلاف‌های مذهبی میان مسلمانان یک تصور نیست، بلکه واقعیت است. امروز همین اختلاف در اثر تحریک همین نیروها در منطقه شعله ور گشته. بنابر آنچه شایع شده، کارشناسان اسرائیلی پیام‌های تحریک‌آمیز مذهبی در وسایل ارتباط جمعی پخش می‌کنند. از خود می‌پرسم کسی که بیش از یک بار در همان تله می‌افتد با چه صفتی می‌باید خواندش؟ نام کدام جانور برایشان مناسب تر است؟ در گذشته وسایل ارتباط جمعی و خبررسانی و اطلاعیابی اختراع نشده و تعداد باسوادها بسیار کم بود. بدون شک در چنین جمعی نیرنگ و فریب عموم و در تله انداختنشان بسیار آسان. اما امروز چرا؟ آیا می توانید کمکم کنید و بیندیشید و پاسخی به این سؤالم بدهید؟ چرا انسان هنوز در نافهمی مانده و قادر به برتر شدن و عبرتگیری از تجربه های پیش نیست؟ وقتی شاه اسماعیل صفوی کربلا را با جنگ در اختیار گرفت، به کشتن سنی ها اقدام نمود. کلیددار حرم امام حسین نزد او رفت و اعتراض کرد. به شاه اسماعیل صفوی گفت اینان که سر می بری همه داماد، پسرخاله ها و پسردائی های ما هستند، هیچ کدامشان غریب نمی باشند. پادشاه صفوی تصور نمی کرد که سنی با شیعه ازدواج کرده و خانواده دو مذهبی باشد، زیرا افسانه هایی را که تألیف کرده و در آن غرق شده بودند بر اساس دشمنی عمیق سخن می راند که میان خانواده های پیامبر و دیگر مخالفین ایشان دور می زد. این تصور هنوز در مغزها بس نشسته و خارج شدنی نیست. کتاب های بی اساس پیرامون روایات و حدیث ها در زمان صفوی بعد از آن تألیف کردند و با گذشت زمان به آن شاخ و برگ دادند. همه از این دشمنی ها حکایت می کنند. بدانید که همه افسانه و تبلیغ و هدف متعصب کردن مریدان به منظور کنترل مغزشان و آنگاه بر ساختنشان است. عجیب نیست که دو ایستگاه متعصب شیعه که در هر جمله‌ای به سنی ها و خلفا دشنام می دهد، یکی در سانتیاگوی آمریکا و دیگری در انگلستان توسط این دولت‌ها حمایت شده و در میان مسلمانان اختلاف می‌آفرینند. ایستگاه‌های تلویزیونی بسیاری تهمت‌های راست و دروغ ساخته و به شیعیان اهانت می‌کنند. حکمرانی بدون عقیده ممکن نیست. این عقیده ممکن است آسمانی معرفی شود یا به شکل ایده حزبی مانند کمونیست و غیره، یا اقتصادی مانند خزیدن و دویدن به سوی ثروت که امروز در کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد. این عقیده‌ها هر چه باشند و هر گونه بر آن پوشش نهند و یا در لفافه بپیچند، روش‌های سیاسی روز و زمان خود هستند برای تحقیق هدف اصلی. تا گروهی بر گرده عموم سوار شوند برای اینکه به حقیقت پی ببرند و یا پی ببریم و شاید از چنگال کنترل مغز که از روز ازل ناخونهایش بر کله مان فرو رفته رهایی یابیم. صمیمانه از شما دعوت می کنم در برنامه های آینده به ما پیوسته و آماده شنیدن مسائلی ناگفته از تاریخ شوید. هدف اندیشیدن و شناخت خیش است. دریابیم تا چه اندازه مغزمان در گروه معیارهایی است که اختیار انتخابشان را نداشته ایم.
همه چیز به عقلمان تزریق شده و بدون اختیار پندار و گفتار و کردارمان را اداره می کنند. به امید پیوستن به برنامه آینده شاد و خرسند باشید. بسیار ممنونم. گفتم بهتون اون دفعه اون آخونده دانشمند، من گفتهای ایشون رو گوش می دادم، موقع جوانتر بود، خیلی هم طرفدار پیدا کرد، تا روزی که یه دفعه گفت که تمام این سنی ها حرومزاده هستن چون مثلا صیغه عقد باباشون اینو نگفتن، یا مثلا سنی ها کافر هستن چون تو نمازشون نمیگن اشهد ان لا علی ولی الله، بابا اشهد ان لا علی ولی الله اصلا غلطه، یعنی من شهادت میدم علی ولی خداست. اون وقتا تو مدرسه یاد عذاب که میدادیم میگو برو بگو ولید بیا، یعنی بابات ننت اون کسی که مسئوله. در هر صورت ممنونم از این دوست عزیزمون، ضمناً راجع به عکس و مجسمه و اینها هم درست گفتن، اینایی که میگفتن عکس ممنوعه، اینایی که سینما رو آتش میزدن که چرا فیلم حضرت محمد درست کردید، اینا حالا خودشون عکس ها به چه بزرگی روی ساختمون ها. و یک مجسمه ای هم از هاشمی رفسنجانی اگه اشتباه نکنم یا توی دانشگاهی هست یا جای دیگه. ممنونم از هادی دوست خوبمون، وقتی که راجع به آقای دکتر محمدعلی طاهری صحبت کردیم ایشون گفت که آقای سربی این ماجرایی که اینا میخوان بگن که آقای طاهری زنده هست دروغه و وکیلش بازی میکنه. خود وکیلش یه ویدیوی رو ایشون برای من فرستادن که تو دقیقه 22 میگه که این وکیل از طرف دولت و از طرف آقای رفسنجانی به اصطلاح انتخاب شده. نمیدونم منظور تو یعنی وکیل تسخیری، همینجا وقتی یه نفر میگه من پول ندارم وکیل تسخیری بهش میدن با وجودی که از طرف دولته، ولی اینجا چون وکیلا خصوصی هستن اینجا بهش میگن پرو بونو فکر کنم، یعنی هر از چند چیزی باید یه دونه وکیل اینم باشه، معمولا خوبم کار نمیکنن. در اصل نمیدونم، فقط من چون دوباره دیدم این نامه اومده که وکیل آقای محمدعلی طاهری چنین گفته و چنان، حالا مقالش هم نشون میدم، گفتم بهتره بگم. دوستانی که فکر میکنن که این شاه اسلام پناه ما چون سوئیس رفته بوده خیلی پیش رفته بوده و اینها، این روزنامه اطلاعات شنبه اول آبان ماه 1350 است. بعد اگه نگاه کنید اولا اینجا نوشته شط العرب، ننوشته اروندرود. خب میشه بگیم چون از طرف رژیم بعثی عراق داره نقل قول میکنه همون چیزی رو که اونا گفتن اینجا نوشته، نوشته ادعای پوچ رژیم بعثی عراق نیروهای ایران در شط العرب مستقر گردیدن. میدونید که اونا اون بر میگن شط العرب، ما این بر میگیم اروندرود. دکتر بهیه جیلانی لطف کرد وقتی ما صحبت میکردیم راجع به این که رودخونه هرونده که رضا شاه داده رفته، بحرین و شاه داده رفته، ایشون نوشت که دریای خزر را هم آخوندا دادن رفتن. اولا دوستان اشتباه نکنید، دریای خزر دریا نیست. حالا ما بهتون یه روز گفتم، یه دوستی گفت ما بلند شدیم با فامیل و اینها رفتیم خونه قدیمیمون تو ایران و به پسرمون گفتیم آقا اون استخر یادته وسط حوض خونه بابا بزرگ شنا میکردیم، گاره رفتیم اونجا، گفتیم بابا ما اینجا بودیم 50 سال پیش، میشه نگاه کنیم؟ طرف در باز کرد گفت بفرم. دیدیم یه حوض کوچولوی اون وسط حیات، وسط حیات کوچولو. گفتیم اینجا رو شما کاری کردین، عوض کردین، قسمتش کردین؟ آقای گفت نه والا ما هرچی همین خونه کهنه هست که خریدیم بوده. گفتیم پس اون استخر بزرگ چی شد؟ طرف گفت آقا این هر چی بوده همینه و از ساختش معلومه که این از ساروج و نمیدونم سنگای قدیمی مال 60 سال 70 سال پیشه، شما راجع به چی صحبت کنید؟ گفت آقا اینجا یه استخری بود ما با بچه‌ها شنا می‌کردیم. گفت آقا اون موقع شما کوچیک بودی این حوض رو استخر می‌دیدی. دریای خزر کسپین سی درست اسمش هست ولی دریا نیست. ضمناً تا موقعی که روسیه یعنی اون اتحاد جماهیر شوروی بود و یه حکومت از طرف اونا صحبت میکرد، شما کاملا درست میگی، یه خطی کشیده بودن تو جغرافیا هم بود، این قسمتش مال اوناست این قسمتش مال ما. ولی وقتی اتحاد جماهیر شوروی از بین رفت و روسیه شد و چند تا کشور دیگه، خانم دکتر بهیه جیلانی دوست نازنین و دانشمند من، شما بگو چه باید کرد؟
باید این مثال میزنم، من خیلی هم نمیدونم، این گرجستان، ازبکستان، نمیدونم خداستان، هرچی بغل این آب که هست، بهش بگن شما اینجا نمیتونی پاتو بذاری تو آب، سوار ماشین شو برو چی اون روسیه مرکزش چیه، سن پیترزبرگ، از اونجا پاتو بذار تو آب. نشستن، قراردادی بستن، صحبت کردن و تمام کشورها قرار شد. مثل این میمونه که یه لیکی، یک جایی که آبی هست، اینجا میگن لیک، و خیلی ها هست برای آب مصنوعی درست میکنن که آب بارون اونجا جمع بشه. من اگه یه زمین اونجا داشتم، شما اگه یه زمین اونجا داشتی، اون قسمت زمینی که به شما به آب میخوره، اون قسمت شما میتونی قایق بندازی، این قسمت من میتونم قایق بندازم. همونا هم تازه مکافات و مشکلی. اگه کسی درباره دریای خزر میخواد صحبت کنه، مهمان من باشه یا ویدیو ارسال کنه و ما نشون بدیم. ولی بیاین اینجا بریم سراغ شاهنشاه آریامه. فرمان شاهنشاه برای تشکیل سپاه دین منتشر شد. تشکیل سپاه دین از این دوره به مرحله اجرا گذاشته شد. دوستان اینجا هم نوشته از فرداش این سپاه دین. خب سپاه دین 1150 لابد میخواستی مثلا آخونده، طلبه ها که بیکار میگردن سربازی نمیرن، بگی بله اینا هم باید برن سربازی. چگونه برن سربازی بشن سپاه دین؟ خب همین شد، انقدر مسجد درست کرد شاه که سپاه دین از همه سپاه‌ها بیشتر شد و دیندارا مملکت رو گرفتن. حالا شما هی بشین هی بگو جاوید شاه، آقای ترشیزی هی بشین هی بگو رجوی ایران، ایران رجوی، بعدم بگو نه مردم مهمن. میگم آقا شما که میگین مردم مهمن، همه شعارهای شما شخصیه، ایران مریم، مریم رجوی، رجوی فلان، این بندازید تو سطل آشغال اینا رو، کسایی که وجود ندارن. در هر صورت اینم از این ماجرا. بعد حالا جالبه وقت دادم اینا رو نگاه میکنه یه چیزای دیگه هم میبینه. دوستان مردم ایران ببینید، حالا اوناییش که مثلا روزنامه خون بودن، ببین روزنامه رو باز میکنه مینویسه شب نشینی به مناسبت روز فرخنده چهارم آبان. من خودم یادمه داداش بزرگ ما جزء اون گروه پیرامید بود، برای چهارم آبان و نهم آبان باید میرفتن توی حافظیه و اینها نمایش میدادن. چقدر روزها اینا رو هی گشنه کشیدن بردن، چقدر ما که وضع مالیمون هم خوب نبود، باید شلوار سفید برای این میخرید، مادرم پیرن این رنگی میخرید فلان اینا، که برن جشن میگیرن. ولی ببینید اگر شاه وارد بود، مردمی بود، میگفت تولد منم مثل تولد دیگران. ولی امروز چون تولد منه، به تمام بچه مدرسه های ایران، به بچه مدرسه یا یه قوطی مداد رنگ میدم، نمیدونم یک کتاب فلان میدم، نه اینکه اون جشن بزرگ رو برپا کنن. برادر من یکی از اونایی بود، عصر که میمد از اونجا گشنه و تشنه، اینا رو از درس و مدرسه باز میکردن، یک ماه قبلش میرفتن هر روز تمرین، تا نمیدونم پرچم رو اینجوری کنن بشه جاوید، اونجوری کنن بشه شاه، اینجوری کنن بشه عکس ولیعت، اونجوری کنن بشه عکس. دوستان کار خراب بود عزیزان طرفدار پادشاهی. اگه کار خراب نبود، پادشاه هنوز اونجا بود، شما هم هنوز داشتین میخوردید و میبردید. نشد دیگه، خیلی خوردید خیلی بردید، اشکال ما. حالا از لحاظ فارسی هم ببینید اینجا چی نوشته. نوشته به مودیان مالیاتی 30 روز مهلت داده میشود. تا اونجایی که من میدونم، وقتی میگن مودی از کلمه ادعا که نمیاد، نه اون مدعیه. نمیدونم چرا نمیگه به بدهکاران مالیاتی که همه ما بفهمیم. بله درسته، اون کسی که روزنامه میخریده میخونده اینم میفهمه. به مودیان مالیاتی 30 روز مهلت داده شد. یعنی چی دوستان؟ یعنی زمان شاه هم مالیات بوده، زمان شاه هم وضع مردم جوری بوده که نمیتونستن بدهی های مالیاتی رو بدن. از همه مهمتر زمان شاه، آقای شاه تشکیل سپاه دین دنباله همون انقلاب سفیدی که آقای کندی گذاشته بود تو دامن این، و اون انقلاب کندی تیشه‌ای بود بر ریشه پادشاهی.
بازم از دوستان ممنونم. هر کدوم از شما بخواید درباره موضوعی که من تو برنامه صحبت کردم صحبت کنید و اینها، میتونید مهمون ما باشید و بیاین و صحبت کنید. اجازه بدید که بریم با سراغ پرونده های لایو اینجا تا این چیزایی رو که خلاصه اهم اخبار موضوع رو گفتیم و شما منتظرشین یه وقتی نه که ناگفته بذاریم و طرف بگه آقا به قول معروف بازارگرمی کردی، تا مثل اون مار و مارگیری که گفت مار چهار سر میارم از اینجا بیرون، پولا رو که جمع کردی رفتی. خوبی برنامه ما اینه الحمدلله خبری از پول نیست. دوستانی که با ماهای فارسی کمک میکنن ازشون خواهش میکنم، اولین روز ماه آبانه، هم به خاطر تولد شاه، هم به خاطر تولد ولیعهد، هم به خاطر تولد کوروش، به خاطر تولد خودتون، به خاطر تولد دیگران که نمیشناسیم، تلویزیون مردم رو حمایت کنیم. و اما ماجرای بحرین رو گفتیم، آینده آمریکا رو گفتیم، گفتار بشر 25 پارت کردیم. یه جوک کوچولویی رو بگیم که جالبه. میگه طرف میره دبی. برگردم این پادشاه رو نشون بدم که تو دبی بیمارستان شیر خورشید درست کرده. این برای اونایی که میگن آقا چرا این آخوندها میرن لبنان، این رسم غلط بوده از قدیم، نه فقط تو ایران، تو تمام کشورهای دیگه هم هست که مردم خودشون گرسنه هستن ندارن، میرن جای دیگه کرایه میکنن، کمک میکنن. مردم باید حتی زمان شاه پول میدادن، نوبت میگرفتن تا پیکان گیرشون بیاد، پیکان میخریدن 30,000 تومان، با وجود که اولش 12,000 تومان شروع شده بود، ولی پیکان جوانان که گرونتر بود میدادن به عربستان سعودی یا یک کشور عربی 11,000 تومان، فکر کنم قطر 11,000 تومان. آخه اونا ماشین نداشتن، این همه ماشین های لوکس و شولت و تویوتا کمشون بود که ما این آهن پارای قرازه مال روغن نباتی خور رو باید بهشون میدادیم. خب معلوم بود که 11,000 تومان اینا رو بده مردم دقلا. اینم از این ماجرا. و اما شاه سواد و دل شناخت مردم مرتزم ایران رو نداد. شاه سواد و دانش شناخت، عزیز من شاه اصلا سواد نداشت، هم از لحاظ مدرک که الان براتون میخونم دیپلم نداشت شاه، هم از لحاظ سواد. چیست؟ شما یه نفر میبینید میگین این آدم با سواده، شرایطی داره، یونسکو اعلام کرده، من اون شرایط رو براتون میخونم. فعلا یه جوکی بگیم، میگه طرف میره دبی توی رستوران میگه الکباب، براش کباب میارن، میگه الپیاز، براش پیاز میارن، میگه البرنج، براش برنج میارن. با غرور به اون دوستش میگه که چقدر خوب شد که من عربی بلد بودم و الا امروز گشنگی میخوردیم. میگه گارسونه که ایرانی بوده بهش میگه اگه من ایرانی اینجا نبودم شما امروز باید الگوز نوش جان میکردید. ممنونم از دوستی که اینو فرستاده. و اما آیا ترامپ، آیا علی ترابی، آیا ترامپ شریک تجاری سپاه هست؟ باورت میشه؟ بفرما. باور نمیکنی بیا تلویزیون مردم ببین، چیزایی که باور نمیکنی اینجا برات میارن به زور باورمندت میکنن. خب اینم از این. بله، طبق معمول نوشتهای ایرانی وقتی میتونن تو 4 تا خط یه موضوع رو بگن سعی میکنن به 4 صفحه تبدیلش کنن، ولی خلاصه به اصطلاح داستان ایه. آیا ترامپ شریک تجاری سپاه هست؟ میگه نیویورکه پس از سخنرانی ترامپ در هفته گذشته وزارت خزانه داری آمریکا چندین شرکت ایرانی را به عنوان همکاران اقتصادی سپاه پاسداران ایران در فعالیت‌های تروریستی معرفی کرد. در این فهرست اما به شکل معناداری جای یک شرکت خالی است، شرکتی که شریک تجاری یکی از شرکای ترامپ است. هفته گذشته دونالد ترامپ تهدید کرد که از برجام کنار می‌کشد، آن هم در سخنرانی که کاخ سفید آن را معرف سیاست‌های خارجی آمریکا برشمرده است. ترامپ از استراتژی جدیدی بهره برداری کرده است که به قول او جلوی نفوذ روبرشت ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ببینید ترسشون از سوپر پاور شدن ایرانه. یکی به این ملاها بگه بدبختای احمق، شاه هم همین اشتباه رو کرد، از اینا اسلحه خرید، خودشو قوی کرد، بعد به اینا گفت من بزرگ شدم، اونا گفتن بله خوب بادت کردیم، حالا بذار سوزن بهت بزنیم که پنچر بشی. ببینید چرا قشنگ میگه، میگه ترس ترامپ از اینه که ایران تو منطقه داره قوی میشه. آقا حرف اول تو عراق اینا میزنن، تو
تو افغانستان مثل که هنوز هم اینا نفوذ دارن، تو سوریه اینا که چی میگن نفر اول هن، تو لبنان که بماند و الی آخر. میگه در واکنش به دهه ها تحریم جهانی، سپاه در ایران صدها سازمان شرکت خصوصی تأسیس کرده که در شبکه‌ای بدون پیوندهای سفت و سخت کار میکنن و به سپاه در دور زدن تحریم ها به اشکال گوناگون کمک میکنن. مثلا در مخفی ساختن جریان گردش پول هایی که تحریم را دور میزنن، یا در خرید اجرا و اجزا و قطعات لازم برای سلاح های کشتار جمعی و الی آخر. این شرکت ها از الگوی یکسان و مشابه تبعیت میکنن. آنها معمولا شرکت های ساختمانی یا مهندسی تحت مدیریت سرداران قدیمی و اغلب بازنشسته سپاه هستند. حالا داشته باشید، میاد اینجا میگه که دست های آلوده ترامپ. جزئیات روابط غیر مستقیم ترامپ با سپاه پاسداران اولین بار در ماه مارس در نشریه نیویورکر آشکار شد و خیلی زود پس از آن چند سناتور دموکرات از دولت در این رابطه سوال پرسیدند و خواستند توضیحات بیشتر در این مورد شدند که می‌خواستند بدانند آیا مبدأ و منشأ مبلغی که سازمان ترامپ از خانواده ممدوف دریافت کرده و بالغ بر 5 میلیون دلار است، سپاه پاسداران از ایران است یا نه. هیچ جوابی به این پرسش داده نشد. چند جمهوری‌خواه که مواضع سفت و سختی در قبال ایران دارن از اظهار نظر در مورد روابط پرسود ترامپ با شرکای پرشور سپاه سر باز زدند. هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم کسی در سازمان ترامپ آمدن در پی کمک به ایرانی‌ها بوده است. قرارداد سازمان ترامپ با خانواده ممدوف تحت نظارت جیسون گرینبلانت یا گربلانت، وکیل اصلی ترامپ در آن دوران بسته شده که خود حالا در کاخ سفید است و به عنوان مشاور امور خارجه خاورمیانه فعالیت می‌کند. این گرینبلانت یک یهودی ارتدوکس است که به عنوان حامی اسرائیل و دشمن ایران شناخته می شود. با این وجود روابط با واسطه تجاری ترامپ و ایران کم و بیش چاره ناپذیر بوده، به خصوص با توجه به نوع تجارتی که ترامپ از سال 2009 در پیش گرفته، متعاقب به بحران مالی 2009. حالا دیدید دوستان، این آقای ترامپی که 2008 وضعش خراب شد اینجا و پول از بانکای روسیه میگیره و اینها، میبینید که داره خرید فروش هم میکنه. و جالب اینه که اسم اون شرکت رو نوشته آذر پاسیلو، یکی از بزرگترین شرکت هایی است که سرداران کهنه‌کار سپاه ایران آن را میگردانند. اکثر فعال اینو نیویورکر نوشته ها دوستان. و اون ویدیویی رو که من امروز ضمناً خانم جیلانی لطف کرد یه ویدیوی مصاحبه اون خانم رو با تلویزیون بی بی سی گذاشته بود، من از شما دوستان خواهش میکنم در حین برنامه زنده این کار رو نکنید. مثل این میمونه که ما اینجا مثلا یک خواننده رو دعوت کردیم از لس آنجلس آمده، به دوستان گفتیم مجانی بیاین که بلکه دوتا مشروب بفروشیم، بعد شما دم در بیای کاغذ بهشون بدی بگی آقا زمینن مثلا ستار اونجا هست مجانی داره برنامه میخونه، من با این صدا حالا چجوری حریف ستار میشم اونجا. نکنید، این چیزای ساده رو رعایت کنید. شما اومدید اینجا نشستید صحبت میکنید، بعد از برنامه میتونید قشنگ لینک اون رو بذارید یا بنویسید که بله این خانم چندین بار این بر اون بر صحبت کرده. ولی شما به من بگو، خانمی که خودش میدونه اینا اینجوریان، خانمی که خودش میدونه سال 1388 اینا اون فرماندهان یا اون چیزی جنبش سبز رو حصر خانگی کردن، حالا که اومدی انگلستان دیگه چرا برمیگردی ایران؟ مگر اینکه آمدی که بری زندان، که این بار که میای دیگه بگی من دیگه نمیتونم برگردم. اون موقع میخواستم بمونم باید پول وکیل میدادم، ولی این بار وقتی برمیگردم از زندان در رفتم، اینم از زندان خود اینا برام وکیل بگیرن، خود اینا اینجوری. اینا بابا یک اینا هم مار خوردن تا عفی شدن، والا به همین زودی توی شورا راه پیدا نمیکردن. زندان هایی که تاثیرگذار هستن، اجازه بدید من این ویدیو رو بهتون نشون بدم. زندان، بله ببخشید، قبلا هم من یه سری عکسای از زندان فکر کنم نروژ بود یا حتی
فنلاند و اینها. در صورت الان این کاملتر بهتون میگه، یه گزارشیه، 5 تا زندان دنیا رو مقایسه میکنه با هم، ببینیم. منم جرعه آب بنوشم و بیام در خدمتتون باشم. These next 5 prisons are so nice, most of us won't even feel like we're being punished. Here are 5 of the best prisons in the world. We would like to give a big shout out to viewer Stephen Roger for suggesting this video. Number 5, JVA Fuhlsbüttel Prison, Germany. Germany is known for high quality and this shows in their prisons. JVA Fuhlsbüttel Prison in Hamburg is probably their most luxury prison. Renovated and reopened in 2011, it's designed for long-serving inmates. The spacious cells include a bed, couch and private shower and toilet. Prisoners also have machines to do their laundry, a range of activities and a small conference room. Number 4, Justice Center Leoben, Austria. This modern looking building definitely wouldn't scare any criminal. And if first looks can be deceiving, then the inscription at the front of the prison, which reads, "All human beings are born free and equal in dignity and rights," definitely confirms this prison is a nice one. To help keep this prison's peaceful atmosphere, it only detains people who committed non-violent crimes. Each prisoner is given a clean, modern single cell with a private bathroom, kitchenette and a television. Prison activities include a gym, basketball court and outdoor recreation area. Since these prisoners aren't the most violent, all areas of the prison can be enjoyed peacefully. Number 3. Sollentuna Prison, Sweden. From the country that gave us IKEA, the inside of this prison definitely has that IKEA showroom touch. This modern top-of-the-line prison is better than most homes. Inmate cells have comfortable mattresses and private bathrooms. A typical day for a prisoner here would be to hit the gym, take a nice shower, cook up a nice warm meal in the kitchen, and then kick back and relax on the couch and watch your favorite TV shows. The prison has been criticized for being too lenient. However, Sweden's prison authorities are quick to point out that every square inch of the prison can be seen on security cameras. Number 2. Bastøy Prison, Norway. Yes, this looks more like someone enjoying a weekend away rather than a prison. Bastøy Prison in Norway is a minimum security prison and houses inmates who haven't committed too serious crimes. If you're wondering where the fences are, they're not really needed. You see, this prison is its own island, and the only way in or out is by boat. This allows the inmates to roam around the beautiful landscape and enjoy activities such as sunbathing, tennis, fishing, and horseback riding. Rather than being locked up in cells, they live in their own little cottages and work on the prison farm. Surprisingly, the reoffending rates have been reported at 16% compared to the European average of around 70%. So regardless if you think this prison is too nice, it accomplishes its goal of correcting inmates to law-abiding citizens. Number 1. Halden Prison, Norway. This maximum security prison in Norway is very luxurious. It doesn't detain small-time criminals. Instead, the inmates in this prison are people convicted of the worst crimes such as rape and murder. Each prisoner's spacious cell has a flat-screen TV, a toilet, shower, mini-fridge, and unbarred vertical windows that let in more light. Prisoners share kitchens and living rooms every 10 to 12 cells, and while the prison provides the food, the prisoners can also buy ingredients and make their own meals. Inmates are encouraged to take as much time as possible out of their cells. Prisoners have an incentive of 53 kroner, which is about $10, to leave their cells. There is an activities house which allows prisoners to jog, play football, learn woodwork, cook and have music lessons. There is also a fully equipped recording studio where inmates can record their own music and have the opportunity for it to be broadcast by local radio stations. A library with books, magazines, CDs and DVDs and a gym with a rock climbing wall are also available. However, should all this not be enough for prisoners, they also receive questionnaires and ask how their prison experience can be improved. خب ممنونم از دوستانی که با ارسال این ویدیو و نوشته ها و ویدیوهای دیگه برنامه ما رو متنوع میکنن. و جالبه این 5 تا رو که نشون داد که توی آلمان بود و اتریش بود و سوئد بود و اینها، من رو یاد اون حرفی میندازه که این دوستانی که از سازمان جدا شدن میگن آقای مسعود رجوی به اونایی که هنوز
دوزاریشون نیفتاده و تو سازمان موندن، گفته که برید بزنید اینا رو، برید داغون کنید اینایی که جدا شدن، اینا مامورای جمهوری اسلامی هستن و نگران نباشید، وقتی هم اینا رو زدید لازم نیست فرار کنید، همونجا وایسید، شما رو میبرن زندان، زندانای اروپا اصلا از هتل هم بهتره. اینم رجوی رهبر مجاهدین و سمبل فریدم فایتر، یعنی جنگجویی که برای آزادی داره میجنگه. آزادی کی، از دست کی، کجا، از آلبانی به ایران، نمیدونم. خب و اما خبر بعدی، امپراتوری مالی سپاه در حال افول است. این رو هم حتما شنیدید که حتی خودشون هم با هم دعواشونه، حتی آخونده هم صداشون در اومده که آقا این سپاه چرا مسئول این همه به اصطلاح شرکت های مختلف باشه. و برسیم به اون چیزی که اول گفتیم، فکر میکنید چقدر با سواد هستید؟ تشکر میکنم از دوست خوبمون که این ویدیو رو ارسال کردن و بذارید براتون روشنش کنم با هم ببینیم. فارسی هست و هم یک لحظه من تصویر رو اندازه کنم براتون. 4:3 و بفرمایید کامرای 2 خدمت شما. فکر میکنید چقدر سواد دارید؟ اصلا سواد چیه؟ فکر میکنید چقدر با سواد هستید؟ مدارک عالی دانشگاهی دارید؟ به چند زبان دنیا میتوانید صحبت کنید؟ استاد دانشگاه، معلم و یا پژوهشگر هستید؟ شاید برایتان جالب باشد بدانید که هیچ کدام اینها تعریف یونسکو از یک فرد با سواد نیست. سازمان علمی فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد با عنوان مشهور و جهانی یونسکو به تازگی 6 ویژگی را عامل باسوادی هر فردی دانسته است که توانایی خواندن و نوشتن و یا تحصیل در مدارج عالی دانشگاهی جزء کوچکی از آن است. سواد عاطفی اولین ویژگی است. اینکه شما تا چه اندازه در ایجاد روابط عاطفی با خانواده، همسر، فرزندان و دوستان موفق هستید، میزان باسواد بودن شما را در این گزینه نشان می‌دهد. سواد ارتباطی ویژگی بعدی است. توانایی برقراری ارتباط و تعامل با تمامی اعضای جامعه، یعنی آداب معاشرت و روابط اجتماعی، نشانگر باسواد بودن شما در این بخش است. سواد مالی ویژگی بعدی باسواد بودن شماست، یعنی توانایی مدیریت اقتصادی درآمد، چگونگی پسنداز، سرمایه گذاری و مدیریت خرج. سواد رسانه یکی دیگر از 6 ویژگی باسواد بودن است. اینکه بدانیم کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبر هستند بخش مهمی از سواد رسانه است، اما کافی نیست. شما باید توانایی تشخیص وسوق اخبار و دیگر پیام های رسانه ای را هم داشته باشید تا در این بخش باسواد شناخته شوید. سواد آموزش و پرورش یکی از مهمترین هاست. توانایی تربیت فرزندان به نحو احسن تعریف یونسکو در این بخش است. البته شاید بتوان تحصیل و توانایی خواندن و نوشتن را هم در این قسمت دید. آخرین گزینه‌ای که یونسکو در تعریف خود گنجانده، سواد رایانه یا همان کامپیوتر است. توانایی استفاده از مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر، یعنی مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها، استفاده از واژه پرداز یا همان ورد، صفحه گستر یا همان اکسل، استفاده از پایگاه داده ها، ارائه مطلب یا همان پاورپوینت و اینترنت میزان باسواد بودن شما در این بخش است. در کنار این 6 گزینه بخش های دیگری هم هستند، مثل سواد کشاورزی، سواد تحصیلی، سواد فرهنگی، سواد کارکردی، سواد بوم شناختی، سواد سلامتی، سواد عددی، سواد علمی و بسیار سوادهای دیگر که باید در خودمان جستجو کنیم و بدانیم که در کدام چه میزان با سواد هستیم.
امیدوارم شما هم تحقیق کنید مثل من به این نتیجه برسید که سواد ندارید و یاد بگیرید. ای کاش یونسکو در این باره یک اقدامی کنه و روزانه هفتگی ویدیوهایی درست کنه، درس بده که ما یاد بگیریم. یه چیزیش که برای من خیلی جالب بود همین سواد رایانه بود. من دیدم خیلی از این دکترها، خیلی از این دوستا دکترن، مهندسن، اینا بهش میگه که آقا مثلا من برات ایمیل بفرستم، میگه آقا من اصلا ایمیل ندارم، ما دیگه هر چی باید یاد میگرفتیم گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه چیزی نیست تو دنیا ما یاد نگیریم؟ نمیخوام. میگم بابا همین الان خودت داری میگی کامپیوتر بلد نیستی کار کنی، و سعی کنید که روزانه یه چیزی در قسمت کامپیوتر یاد بگیرید که بیشتر از دیروز در این قسمت با سواد باشید. و اما آیا ترامپ شریک تجاری سپاه هست رو براتون نشون دادم. ایران بیزنس ترامپ دیدن، ایران بیزنس تایز، یعنی به اصطلاح ارتباطات ایران، بیزنس های ایران با ترامپ که نیویورکر اعلام کرده حتما میتونید پیدا کنید. و اما چون راجع به سواد بود و توی اعلام برنامه هم گفتم آقا ما آمدیم یه آگهی مال FBI رو گذاشتیم اینجا، نه بابتش پولی گرفتیم، نه از شما خواستیم به ما پول بدید که بریم آقای کاویانی رو پیدا کنیم. حالا میخوام به شما نشون بدم، شما به من بگید چرا دو یا چند نفر از دوستان ایرانی باید بیان اینجا کامنت بنویسن به همدیگه فوشای رکیک بدن؟ من بهتون اینو نشون میدم و با هم میریم. میگه که آقای صوبی عزیز شما چطور میفرمایید آخوندها دست دادن ندارد، خاک ایران رو دارن میفروشن، دکل نفت باهاش گم میشه، در فقط موضوع مازندران نیست، دریای مازندران باید از سهم روسیه جدا میشد نه ایران. آقا بابا نقشه رو نگاه کن، اون موقع همه اینا جمهوری چیز بود دیگه، شوروی چی میگفتن، سوویت یونیون ها، الان اینجا شده این، اینجا شده این، اینجا شده این، اون بالا هست. شما میگی اینا باید برن از اون بالا بیان، یا اگه میخوان بیان تو آب پاشونو بشورن باید از من و شما اجازه بگیرن؟ آخه اینجوری هم نمیشه. حالا من نمیدونم. بله امروز آقا امروز غرب بهتر از ایران است برای زندگی کردن، مبارکتون باشه آقا. ولی من خیلی از دوستانم هی وقت صحبت میکنیم میگن آقا یادت 50 سال پیش آمریکا بخیر، یادت 40 سال پیش، الان که آمریکا از ایرانم بدتر شده. خیلی هاشون میگن والا ما اگه اینجا نمیدونم بیمه و دکتر و فلان اینجا به پول نداده بودیم الان میرفتیم ایران زندگی میکردیم. من دارم فقط اون طرفو میگم و چه خوبه، من این طرفو میگم شما اون طرفو بگید، این حسن تلویزیون مردم. و اما بله سپاه دین لازم بود که با خرافات و غمزنی در خانم فرانک اینو گفته، غمزنی در سطح روستاها و کشورهای کوچک مبارزه کنند بسیار کار درستی بود. سپاه دین رفت با اونا مبارزه کرد؟ خانم فرانک عزیز سپاه دین رفت با اونا مبارزه کرد؟ اوکی. امیدوارم شما درست بید. من تا امروز نمیدونستم شاه اومده سپاه دین درست کرده. حالا بگذاریم که اصلا شاه چه کاره بوده که بیاد سپاه درست کنه. آقا شاه هستی برو شاهی تو بگن، از انگلستان یاد بگی، از کشورهای دیگه یاد بگی، برو شاه باش، برو سنگین باش، برو رنگین باش. هر جا گفتن چاه نفت نگو هی، هر جا گفتن چاه آب نگو هی، تو چی کاره بودی؟ این آخوندا تو همه کار دخالت میکنن. شاه تو رخت خوابم دخالت کرد، گفت بچه کمتر فلان، آقا به تو چه؟ حالا اینا هم همین کارو میکنن، حالا اینا میگه بچه بیشتر 1,000,000 تومان هم بهت میدیم. The same. اون تاج گذاشته بود رو سرش، اینا حوصله تاج سنگین ندارن، تنبلن، عمامه پیچیدن، دوتاشون همینن عزیزم. ولی در اصل ممنونم که بیننده برنامه ما هست. خب آخوندها شالاتانی و شیادیشون فقط برای مردم ایران است و هیچ فضیلتی ندارن و رذالت و پستی و فرومایگی در تمام آخوندها هست. اینها برای دنیا منفعت داره. همینجا باید یه روزی یه 5 دقیقه آقای خوشنودی مهمون برنامه من باش، ما رو خوشنود کن، همینو تکرار کن، هی بگو که آقا این آخوندها برای دنیا خوبن،
چون من به این زبان فارسی شیرازی هرچی به این آقای علی ترابی میگم آقا این آخوندا برای دنیا خوبن، هی میگه نه آقا آقای ترامپ اومده میخواد ما رو آزاد کنه. اصلا فکر کنم این آقای علی ترابی فکر کنه ترامپ عیسی مسیحه. حالا عیسی مسیح چرا فلان جای زنها رو میگیره من نمیدونم. اتفاقا یه ویدیو فکر کنم خودش برام فرستاده که شبیهش توی بدلش توی نیویورک وایساده، یه چند تا خانم لختم احتمالاً همکاراش وایساده، هی فلان اینا رو میگیره، آیلات تناسلیشون نمیدونم قسمت تناسلیشون فلان، و مردم هم بهشون پول میده. حالا این شده عیسی مسیح ما. واقعا خاک بر سر من علی جان، واقعا خاک بر سر من و تو که ناجیمون ترامپ باشه. ترامپی که کتابی که نوشتن میگن اگر آتش سوزی بشه این زن و بچهش رو از اون اتاق نمیبره بیرون، اول خودش فرار میکنه. اینقدر خودشیفته است، نارسیس. اون وقت تو نشستی، آقای گلن ترشیزی نشسته، مجاهدین نشستن که این نجات بده. و مجید میاد میگه آقا اینا برای دنیا خوبن. کدومتون رو باور کنم؟ اونی که قدم بذاره جلو بیاد حرف بزنه. مرسی، ممنون، متشکر. و باز هم داریم، هنوز اهدای خون مونده، خیلی چیزا مونده. آیا ترامپ امپراتوری مالی سرا چیز، این ویدیوی بله 5 تا پرزیدنت هم براتون گفتم. دوستی از خلیج فارس، آها آقای ضیا مصطفی زاده یه چیزایی نوشته بود هم درباره برنامه آقای شاهین پر، هم درباره برنامه دوستمون از خلیج فارس. و من دوباره همون اشتباهی رو که برای آقای ضیا مصطفی زاده هم میکردم انجام دادم. آقای مصطفی زاده با وجودی که خودش شماره تلفن داشت، ایمیل داشت، بعضی از بیننده‌ها به من میفرستادن، من اینا رو برای آقای مصطفی زاده میفرستادم، آقای مصطفی زاده جواب اونو میداد برای منم میفرستاد. بعد آقا یه دفعه میدیدی 3 تا ایمیل شده 200 تا، هی این به اون میگه، اون به اون میگه، این به اون میگه، من بیچاره مثل دو نفر که دارن دعوا میکنن، هر دوشون مشت میزنن که برسن به اون. من رفتم جلو، حماقت دیگه، رفتم وسط، اینو اینجوری پوش دادم میبر، اونم پوش دادم میبر. قشنگ مجسم کنید دوستان، چشماتون نبندید منو ببینید، من وسط وایسادم، این دوستانی که با هم دعوا میکنن، منطقی صحبت نمیکنن، آقای مصطفی زاده و این دوستمون نمیگم، ما دیگرانو میگم، اینو گذاشتم اینور، اینو گذاشتم اینور، که مشت که میزنن به هم دیگه نخوره. تصور کنید مشتشون به کی میخوره؟ اینجا دست من طولش انقدره، طول اینوری هم میخوره به صورت من، دست من انقدره، طول اینوری هم دستش میخوره به دست من، از دو طرف مشت میخورم و این دوستان هیچ کدوم به همدیگه مشت نمیزنن. این شده ماجرای من. من از امروز با وجودی که این دوستمو میگه که به اصطلاح در برنامه‌های آینده با ما باشید، باشون همراه باشید، مثل رادیو که گوش میدادیم برنامه داستان شب، سخنرانی فلان اینا، ولی اگه میخواین گفت و شنود داشته باشید، اولین قدمش اینه که شما یه ایمیلی یا منتشر کنی، اگه نمیخوای مال خودت باشه یه ایمیل جدید، ایمیل جدید شما میتونی همین گفتار عقل بشر رو به عنوان عقل بشر از gmail.com، یه شماره تلفن گوگل بذارید، مردم زنگ بزنن، پیام بذارن، شما بهشون پاسخ بدید. ولی این که آقای چمنارا هم همین کارو میکنه، البته آقای چمنارا وبسایت داره، ایمیل داره اینها، ولی چون رو ویدیوش نمیذاره، دوستان برای من مینویسن آقا این آقای چمنارا که مأمور جمهوری اسلامیه، ما برای آقای چمنارا میفرسیم، آقای چمنارا برای من میفرسه، من برای این میفرسم، این برای این، اون برای این، اون برای این، این 50 تا ایمیل گرفته، این 50 تا ایمیل گرفته، من چند تا گرفتم؟ 100. و این کار رو اشتباه از منه، از شما بیننده ها عذر میخوام، از برنامه گذارایی که آمدن اینجوری شروع کردن، من احتمالاً اشتباه کردم بهشون گفتم، عذر میخوام. هر کسی میخواد بیننده یا شنونده باهاش در ارتباط باشه، باید آدرس ایمیل یا شماره تلفنی داشته باشه. من نمیتونم، نه وقتشو دارم، نه دانششو دارم، نه کششو دارم، نه تحملشو دارم. در اصل اینم این، ممنونم. بله، شاه به بچه آخوندهای عراق بورسیه میداده. بذار من همین روزنامه رو نشون بدم، چون من و تو هرچی بگیم که این دوستان باور نمیکنن که روزنامه سپاه دین که بهتون نشون دادم، اینجا نگاه کنید، توی این یک لحظه ببخشید، ببخشید خدایا چرا همچین میکنه،
بله اینجا رو نگاه کنید کامرای 3. دوستان این کنار همون جایی که عکس شاه هست و راجب سپاه دین نوشته بیمارستان شیر و خورشید در دبی، اونم که درست روز نهم آبان افتتاح می شود. یعنی تولد ولیعت به جایی که شیراز اون جنوبش که یه بیمارست یک درمانگاه بود فلکه مصدق به نام هوایی که می گفتن اینم دولت اون آقای رجب علی هوایی رو زور کرده بهش که یه بابا یه چیزی هم به مردم بده اینقدر تو داری نزول می گیری ازش، یه درمانگاه درست کرده بود. من دختر خاله پدرم اونجا کار میکرد، پرستار بود و میدیدیم که این بیچارهای دهاتی ها مخصوصا اونایی که از جنوب شیراز میومدن صبح ساعت 4-5 باید میمدن این پشت دروای میسادن تا این درمونگاه واز بشه، به جایی که یه درمونگاه بسازه. برای آقا تو همون دبی ها کیا بودن از خنج و لار و نمیدونم چی بود دیگه، اینجا ها رفت بودن، برای آقا اونجا دو تا درمونگاه بساز. ولی بیمارستان شیر و خورشید در دبی. بعد نوشته که دبی نمیتونم این بیمارستان فلان وقتی بزرگش میکنیم عکسه میدونید دیگه، مال چند سال، مال 1150، مال 44 سال پیش، 1096 هستیم، مال 46 سال پیش این روزنامه. بعد شما خود روزنامه هم میدونید که چون کاغذش کاهی هست بعد یه مدت که میموند اون نوشته های پشتش این بر میومد، چون کاغذ های روزنامه فکر کنم از همون قدیم از اونایی بود که ریسایکل میشد یا از خمیر کاغذ دوباره کاغذ درست میکردن، یکم هم به همین خاطر رنگش سفید و چی نبود، به صورت کرمی رنگ مایل به قهوه‌ای بود. اینم از این بابت. ممنون از دوستمون. بله آقای مصطفی زاده مثلا نوشتن صبح جان ببخشید که فراموش کردم به یک مطلب در رابطه با آقای ناصر شاهین پر بپردازم و آن این است که ایشان از نظر من از بهترین ها و کمیابترین ها هستند. اگر من در ایمیل خود مطالبی درباره ایشان به صورت گلایه نوشتم فقط قصدم این بود که ایشان را وادار به صحبت های بیشتر در رابطه با تعاریف کنم، چون ایشان کاملا درست گفتن و در جامعه ما کمتر کسی از ساده ترین تعاریف مطلع است. ممنونم از آقای مصطفی زاده. و بریم سراغ نوشته های دیگر. وقتی که من اون روز اسم خانم نیر ایروانی، قهرمانی ایروانی گفتم، این دوستمون نوشته که این آقای این خانم ایروانی رابطه‌ای با اون آقای ایروانی که صاحب کفش ملی بود دارن. بله اون آقا برادر شوهر ایشون بوده و اگه اشتباه نکنم شوهر خانم ایروانی رو به جای برادرش اعدام کردن، که خانم نیرم میگفت که بنده خدا اون به اصطلاح اصلیه همیشه یه جوری ناراحت بوده، آدم خجالت زده میشه که یه نفر دیگر به جای این اعدام کنن. ولی خب فلسفه آخوندا حتما اینه که خب اگه اشتباه هم کردیم رفته توی بهشت. ایشون درباره کارای این آقا و اینکه چگونه 20 نفر از بچهای یتیم رو هم به اصطلاح زیر سرپرستی خودش قرار داده و اینها صحبت میکنه که همون موقع بلافاصله این سوال تو مغز من و شما میاد، ای در دوره شاه هم یتیم خونه داشتیم، بیمارستان شیر خورشید، پرورشگاه معروف بود، میگفتن مثلا این پلیسا بخصا اینا راهنمایی ها اگه یه تیکت بهت میدن میگفتن این بچه پرورشگاهیه، اینا رو داشتیم، چرا باید یه آدم شخصی بره 20 نفر از این بچه ها رو سرپرستی کنه؟ چرا یه سیستمی نبوده که اینا رو داشتن مسجد داشتن بیمارستان میساختن توی دبی. ممنون. خب من این منبعشو بعدن میارم. کل این بچه آیت الله عراق بودجه مخصوص برای بورسیه داشتن. برادران خرازی، لاریجانی و خیلی مقامات سرنشین الان رژیم با بورسیه آخوندی شاه تحصیل کردن. تبریک میگیم به فرانک خانم، سپاه دین را افتاد، خرافات تموم شد، برچیده شد، ولی بورسیه به این بچه های آخونده دادن و رفتن، حالا هم آمدن. ولی خیلی خوبه اینا ببینید میشه کم کم گفت که این شاه اللهی ها هم حقیقتا شدن یه فرقه، یه سیت، یا اینجا کالت هم میگن.
دیگه هرچی شما میگی اینا شاه اصلا خدا بود، آقا شاه خدا بود، خانم شاه خدا بود، ولی خدایی بود که مرد. بابا بت پرستا وقتی دیگه بت رو زیر و شکندن مرد تموم شد، گفتن آقا این بت بوده ولش کن بریم الله، گولشون زدن البته، گفت این بت میدیدیش تمیزش میکردی خاکشو میگرفتی، ما برات یه چی درست کردیم، نه احتیاج به گردگیری داره نه چیزی، اون بالاست هر وقت میخوای گردگیری کنی پولش رو ما با برات گردگیری کن. در صورت دریافت وام بزرگ در ماه‌های قبل از انقلاب و اینا رو بعد توی فرصتی توضیح میدم، دلیلش هم برای پتیک گفتم که چرا الان نه. خیلی ممنون. و اما یه دوستی زنگ زده، اجازه بدین ببینم همینه که Hello, good evening. My name is Mark from... بله، این دوستمون از شیکاگو تماس گرفته در رابطه با GLV's box. GLV's میدونید که GL برای گولد لاین بود، اصلا گولد لاین، حالا این ویز شما نمیدونید چیه، ولی من یه زمانی تبلیغ اینا رو کردم، اوائل که اینا شروع کردن به تلویزیون های کالیفرنیایی ما 1500 دلار میدادن که تبلیغشون رو پخش کنن. متاسفانه به ما که رسید، گفت به ما که رسید آسمون نمیدونم فلان جام تپید، آقای معینی گفت نه آقا ما پول نمیدیم، ولی شما اگه آگهینو پخش کنیم، ما اگر باکس بفروشیم به شما پول میدیم. و دروغ گفتن. هر چی ما معرفی کردیم مشتری، اون خانم لیلا لاجوردی بود و همین آقای معینی، حالا معینی خدا ممکن آقای معینی در قسمت حساب کتاب نبوده، ولی ایشون چون بهایی بود و من اطمینان کردم، فکر کردم آخر ماه میگه آقا این ماه دو تا فروختی، دو تا 50 دلار فلان، نه هیچ پولی به ما ندادن. از اون و از این بدتر پول تو سرشون بخوره. شروع کردن گفتن آقا برنامه‌ای که میاد، ما شنیدیم مثلا خانم نیلوفر گفته این میدون شهیاد، برید از خودتون بپرسید چرا 9 تا پنجره داره. خب آقا درست گفته، برید بپرسید چرا آقای حسین امانت اومده بهائیت رو کرده تو ساختمون میدون شهیاد، برید بپرسید. میدونستید تا امروز که میدون شهیاد اون بالا 9 تا پنجره داره و فلان. بعد گفتیم خب چیکار کنیم، گفت این خیلی هم فوش میده، مردم شکایت کردن. نگو منظورش بهائی‌ها شکایت کردن. ما به خانم نیلوفر گفتیم خانم اینا میگن شکایت کردی، فوش نده، بیا حرفتو بزن. گفت آقا من دارم حرف میزنم با مدرک، میگم اینها این عکسش 9 تا پنجره، پنجره اینجوری فلان، اینا کجا فوش دادن بمانه. بعد دیدیم که آقای معینی یه روز زنگ زده من، آقا سربی این کی از ایران ویدیو میفرسه؟ گفتیم آقا ایشون رفته درس قضاوت خونده، قاضیه، ول کرده رفته مغازه زده، با بچه‌هاش نشستن اونجا کتاب فروشی و اینها، ولی اهل مطالعه است. مگه چی؟ گفت آقا این چیزایی که میگه راجب بهایت، گفتم آقا دعوت کرده از خود شماها، اینایی که اینجا برنامه دارن، آقای مطلبی، اون خانم چیچی دوست بود، اینها همشون گفتن اوکی بیاد. همونا زنگ زده بودن به معینی، چون حریف این نشده بودن، چون این رفته بود با مدرک آورده بود که آقا این بهایی‌ها که میگن ما تو سیاست دخالت نمی‌کنیم دروغه، این بهایی‌ها که میگن ما با اسلحه کاری نداریم دروغه، این بهاییت هم با اسلحه کار داره هم میخواد سیاستش به جایی برسه که حکومت دنیا رو بگیره. بعد میدونید به من میگن چی؟ میگن ویدیوهای ایشون رو به صورت زنده پخش نکن، اول بفرست برای ما وزارت ارشاد در کانادا، آقای معینی، عطا معینی، ما نگاه کنیم با استادای بهاییمون چک کنیم، بعد به شما ببخشید. گفتم نه یکی دوتا، چون شما دوتا FCC از یکی آمریکا یک کانادا از من خواستی، حالا من دوتا FCC بهت میدم. من FCC اینجا منو آزاد میذاره که حرف بزنم انتقاد کنم، تویی که 10 بار به خود من زنگ زدن که آقا این کارتاری که میفروشه اینجور، این رابطه داره با دولت فلان بیسار اینها، حالا اومدی میگی که من باید بیام از فیلتر تفتیشو بگذارم. گفتم برو بنداز دو. بعد شکایت پس از شکایت که آقا این GLV کار نمیکنه، هر وقت زنگ میزنی میگن با دستگاهاتو نو کنی، هی دستگاه 200 دلار 300 دلار با دستگاهاتو نو کنی، ما سیستممون رو عوض کردیم، او دستگاه کهنه است. این بود که ما هم تبلیغ GLV گذاشتیم که نه، هم به اصطلاح باکس GLV، باکسی که الان خود من استفاده میکنم ازش هست ایرانیان IPTV. این دوستونم قرار شده یه ویدیوی به صورت اینفومرشال که هم توضیح بده، هم به اصطلاح معرفی کنید کار کردن باشه، برای ما بفرسته، به مجرد که بفرسته براتون پخش میکنم. اگر زنگ زدید و اسمش رو از اینجا شنیدید، این به اصطلاح وظیفه نیست، این میگن اینجا مورال، این
عاطفه با آدم یا تفاوت مورال با قانون و وظیفه چیه نمیدونم. میگه که شما اگه من باور کنید وقتی زنگ میزنم به یه کسی آگهیشو دیدم میگم من آگهی تو مثلا روزنامه تهران پست دیدم، روزنامه که نیست، گاهنامه تهران پست. راستش شنیدم آقای اربانقی کرمانی فوت شده، من ایشون رو هیچ وقت ندیده بودم و میدونم سابقه دوم و درازی در کار نشریه و اینها داره و آخرینش اینجا تهران پست بود. از طرفی من با یه نفر مصاحبه کردم که اون جزء وین تی وی بود، الان اسمش یادم رفته، میدونم اسمش مهدی بود ولی فامیلیش یادم رفته، آدم جوانی بود. این وقتی آمد گفتم تو با تهران پست کار میکنی؟ گفت نه، آقای اربانقی بدقولی کرده، قرار بوده اینو به من و دیگر کارکنان واگذار کنه، حالا که بازنشست میشه ما مثلا اینها نکرده، در اصل چون من نبودم نمیدونم، ولی فوت شده. حالا یا خوب یا بد، اگر باور به خدا دارید خدایش بیامرزد، اگر نه روان شاد و یادش گرامی باد. و اما 200 سال تولد باب، یه دوستی برای من یه عکسی فرستاده که بذارید بهتون نشون بده و نوشتش اینه، چون این عکس توی روزنامه های عربی بوده، نوشتش اینه، نوشته بهایی ها 200 سال حضرت جشن تولد حضرت باب را جشن گرفتن، در روزنامه چاپ شده، عکس را ببین، کشیش و رئیس دادگاه‌های شرعی شیعه هم حضور داشتند. اینه دیگه. حالا لابد اینا را هم آقای عطایی رو نمیدونم گفتم معینی یا عطایی، ببخشید معینی اگر اشتباهی قبلا گفتم، عطایی، عطا معینی اسمش، عطا الله است. و اینه ایشون، من که عربی بلد نیستم، نوشته که 200مین سال تولد باب رو جشن گرفتن و جالب اینه که چی بوده داخلش، رئیس عکس رو ببین، کشیش و رئیس دادگاه شرعی شیعه هم حضور داشتن. ما مشکل الانون همینه، پروار شدن آخوندها در دوره پهلوی دوم آقای مشیری به حق میگه که بنیانگذار جمهوری کسی نبود به جز محمد رضا شاه. قربونت برم، ما هم که همین رو میگیم، میگیم این آخوندها فرزندان خلف محمد رضا شاهی هستن که خودش فکر میکرد بازوبند به اصطلاح چی میگفتن کمربسته حضرت عباس و امام حضرت علی و امام زمانه، ولی شاه اللهیا میگن نه این دروغ میگفته برای مذهبیان. خب اگه دروغ میگفته آدم دروغگویی بوده، نمیتونن با خودشون هم کنار نمیان شاه اللهیا که اول بگو با کیان دوستی، پس انگاه بگویم که تو کیستی. شما بگو آقا دو تا 16 تا من $2 بهت بدم، بگم حالا $16 به من بده، عوض میکنن رنگشون، مثل این آفتاب پرست هست، مثل مجاهدین هستن. یعنی واقعا میگم ببخشید، از لحاظ کم دانشی، از لحاظ چی بودن، کل خوش بودن، شاه اللهی فرق میکنه با سلطنت طلبا، با طرفداران نمیدونم حکومت پارلمانی پادشاهی فرق میکنه، شاه اللهی با رجب اللهی فرق میکنه، رجب اللهی هم با مجاهدین فرق میکنه. مجاهدین 50 سال الان این نیست که شما میبینی، مجاهد 50 سال صحبت از مساوات میکرد، با کپیتالیسم مخالف بود، سوسیالیست بود. الان اینا کجا هستن؟ آقا جعفرزاده زهر چی خوردی؟ چلو کباب؟ چند تا آمریکایی بردی همراه خودت؟ میبرن کافه ای که مال مجاهدینه. دوستان عزیز اجازه بدین من یک دقیقه به اصطلاح برنامه زنده رو که تموم میکنیم طول میکشه تا اون ویدیویی که گفتم از این خانم چی بود اسمش، صدیقه وسمقی و که به زندان اوین رفته، بعد از اونم ویدیوی عربیان گلف و این ماجرای خون رو من نتونستم پیدا کنم متاسفانه. ولی اینه که میگه شما وقتی خون میدید به اصطلاح خوبه، چون بدنتون شروع میکنه خون میسازه، بدنتون فشار خونتون رو کم میکنه، کلسترولتون رو کم میکنه. ولی میگه اونایی که مخصوصا خانم ها اگر آهن کم داره بدنتون اصلا این کارو نکنید. بعد میگه آقایون چون کاری به آهن و اینا ندارن، خودشون کلهشون آهنیه، سالی 4 بار میتونن خون، سالی 6 بار، 5-6 هم دیگه بلد نیستیم، سالی 6 بار میتونن خون بدن، یعنی 2 ماهی 1 بار. خانم ها 4 مرتبه در سال،
من که فکر میکنم شما اگر همون تولدتون که میشه سالی یه بارم خون بدید کافی باشه، از سرشونم میره زیاد میشه. ممنونم از دوستان عزیز، ممنونم از دوست. آها بذارید من این فیسبوکی که جر و دعوا و فوش فوش کشی هست بهتون بدم، نشون بدم و از شما سوال کنم. من که برای این دوستان نوشتم که به امید روزی که من بتونم فیسبوک رو هم مثل یوتیوب، شما الان یوتیوب رو نگاه کنید، خیلی از این تلویزیون‌های اصلی و اینا چیزاشون رو دیگه تعطیل کردن کامنت بنویسید، هی اون فوش بده به اون، اون فوش بده به اون، طرف میگه آقا این برنامه رو ما اجرا کردیم، شما بیا نگاه کن و برو. That's it. برنامه زنده سربی با مردم معمولا من روزا آگهی شوتی میکنم. برنامه اون دفعه رو استخدام به خاطر وحید سعیدی نوشتم، آگهی استخدام جلاد و شکنجهگر و آدمکش برای حکومت آینده ایران. یادم رفت بگم افرادی رو که در حکومت آخوندی هم کار کردن، همون جوری که آخوندا ساواکی‌ها رو دوباره استخدام کردن برای شکنجه و اینها، اینها هم میتونن بیان اگه پیر نشده باشن برای شکنجه و اینها به اصطلاح استخدام بشن. و اما بیاین پایین تر برسیم به اینجایی که ما آگهی که چه عرض کنم، این میسینگ ریپورت فلایر یا پوستر یا عکس این آقا رو گذاشتیم. حالا اینجا براتون باز میکنم دوستان، اگه میبینید یه چیزی نوشتید اینجا نیست، هی نگید سربی تو هم سانسورگر شدی، تو هم پاک کردی. ببین اینجا نوشته view 8 more comments، یعنی 8 تا نظریه دیگه اینجا هست، شما باید بزنی اینها رو باز کنی یا کلیک کنی روش. مثلا اینجا خانمی به نام فتانه بردبار گفته این کی هست، به جای اینکه اسمش رو توی گوگل تایپ کنه پیدا کنه فوری از ما پرسیده. آقای کابوسی نوشته میسینگ پرسونمونم مثل عقب افتاده هاست. حالا من نمیدونم جلو افتاده ها میسینگ پرسون رو چجوری پر میکنن. یارو 10 سال مفقود الاثر شده و هیچ کس قدمی در راه پیدا کردنش بر نداشته. سعید نوشته که شعور هموطنه ما رو باش، خدا میدونه فرزندان و خانواده این آقا چه میکنن، در پریشانی هستند و اینها. از اینجا خلاصه فوش و فضیحت دوستان شروع میشه. بعدش آقای کابوسی، بعدش اون سعید به این فوش میده، بعد اون از پدر و گور پدرش شروع کرده، این از خواهرش رو نمیدونم فلان جای خواهرش شروع کرده، بعد میایم اینجا درست همینجوری ادامه پیدا میکنه فوش دعوا اینها. من میبینم که آقای نهاوندی نشه، واقعا من متاسفم برای خودمون که هیچگاه تلاشی برای مردان فعال و دلسوز و میهن پرستی همچون شایان عزیز انجام ندادیم. آقا بلند شو برو ترکیه دنبالش بگرد. بعد من میگم آقا کسی که از آمریکا از لس آنجلس زن داره بچه داره بلند میشه میره دنبال یک خانمی که تلفنی باهاش زنگ زده و گفته که من مسلمونم، زن یه پاسداری هستم، حالا شما بیا میخه مسیحیت رو به من بکوب، اینم بلند میشه میره اونجا. ببخشید یه ضرب المثلی داشتیم میگفت چیزی کرد و چیزی داده فلان، اینجوری شده من بلندشم کار زندگیم ول کنم برم ترکیه دنبال کی بگردم. میگن آقا دیشب مثلا کردن، میرسم اونجا میگم آقا چی شد، میگه اومده هتل گرفته رفته بیرون دیگه نیومده. تام اگه میخوای بندازیم تو گونی بر. بعد من اینجا نوشتم به امید روزی که بتونم کامنت های فیسبوک رو هم مانند یوتیوب از کار بندازم. حالا ببینید فارسی آقای کاووسی، کاووسی میگه آقای سربی قبول داری که شما خیلی خرابه یا میگی کارمون خرابه که آقا جون عزیز من اگه فارسیت خوب بود میدونی وقتی یه نفر میگه کارمون خیلی خرابه یعنی منم جزء شما هستم، یعنی داریم اول شخص چیزو جمع استفاده میکنیم. کار من، کار تو، کار او، کار ما، کار شما، کار ایشان. مثل این میمونه که من به دوستان بگم که دوستان امروز ساعت 2 بعد از ظهر بیاین برنامه سربی با مردم، بعد شما سوال کنی آی سربی شما میای؟ خب این نشون میده فارسی شما اشکال داره عزیزم. به همین خاطر من جواب ندادم و فقط نوشتم به امید روزی که بتونم کامنت های فیسبوک رو هم مانند یوتیوب از کار بندازم. جای دیگه ایشون توضیح داده که ایشون که اینجوری فوش میده و عصبانی و به همین میپره با دشمنه، با خانم‌ها دشمنه، دلیلش اینه که ایشون آگاه شده. منم نوشتم چقدر خوشحالم بهت تبریک میگم. ببینید دوستان
اینجا نوشتم بهت تبریک میگم سعید که آگاه شدی، مبارک است. به امید روزی که همه ما هم مانند شما آگاه بشیم و مانند شما بنویسیم و صحبت کنیم. شاد، سلامت و پیروز باشید. بعد نوشته یعنی شما آگاه نشدی؟ نه عزیز من، کسی که میگه به امید روزی که آگاه بشم یعنی امروز آگاه نیستم. شما فارسیت هم خوب نیست. ای داد بیداد دوستان عزیز، بسته دیگه. نه از این بیشتر کار خودمون رو، یا یه چیزی میگفتن میگو آخ دیگه همش نزن بوگندش خفه مونتن. خب ویدیو جالبیش که به دیدنش میارزه. عربی انگلت، خیلی ممنون که با ما بودید. امروز دوشنبه بود، چهارشنبه با شما خواهیم بود. بله شما هم این بنویسم شیش اینجا، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. جالبه یکی از دوستان ما میخواد برنامه بذاره. چند سال پیشم ایشون تماس گرفت گفت میخوام برنامه بذارم. گفتم بفهم. رفت یه دفعه دیدم تو یوتیوب 10 دقیقه 10 دقیقه هی بریده برنامه. رفت حالا میگه میخوام برنامه بذارم. هفته پیش 1 ساعت حالا 45 دقیقه با هم صحبت کردیم. گفتم آقا اینجوری اگه شما فکر میکنی با بودن با اومدن شما اصلا اینجا شکوفا میشه و ما دیگه نه فقط اینجا و ایران پخش میشیم، تو کره ما و کره مریخ هم پخش میشیم، شما بیا این هزینه کمی که ما میگیم پرداخت کن. تازه اولش هم تا 4 هفته تا 6 هفته ما به جای 100% 50% از میگیریم. دوباره دیروز پیام گذاشته. این روزا وقتی یکی پیام میذاره شما براش تکس میزنی. من نمیدونم این تلفنتون سلفون بوده یا تکس نمیگیره یا تلفن خونه بوده اینها. دوباره امروز زنگ زده آقای سوربی من پیام. آقا من که دیگه حرفمو با شما زدم، میخوای صحبت کنین، شرایطمون اینه، پولو بفرست بیاد، میکروفون ما سرش میفرستیم اون ور شما صحبت کن. چی بگیم خدا؟ دوستان توی یک جمله 3 کلمه‌ای توضیح بدید حال و اوضاع ما ایرانیان. دنبالش نمیخواد بگرد. کارمون خیلی خرابه. 3 کلمه. اون کلمه ای هم که توی اول برنامه بهتون نشون دادم، هنوزم این چیز آتش رو آتش این نوشته بود چی؟ کسی دقت نکرد یا کسی نفرستاد. نوشته آتش. من اول نگاه کنیم دوستان، این گویا یه نشریه هست. من خوندم آتنت آنتنه، بعد گفتم نه، بعد گفتم خب این چیه آقا، چرا اینجوری می‌نویسی که من مجبور بشم برم رو وبسایتی که اون بالا آدرسش به انگلیسی نوشته نگاه کنم بگه آتش. این یک. دوم این که این نوشته رو اگه من نخونم برای شما اصلا برنامه امروز رو ببخشید به درد نمیخوره. و این یه نوشته یه گویا این آقا رو هم میدونید که هر کی ما میخوایم ازش مدرک بیاریم و استناد کنیم تا بگیم این آقا رو گرفتن رفت زندان، یه دفعه درجه محبوبیتش میره از 0 به 100 میرسه، درجه قبول کردن ما چی میگی؟ بله آقای کابوسی همش میگه نژادمون خرابه. من یه دفعه بهش پرسیدم گفتم یعنی شما به نژاد باور داری؟ اگه باور داری بیا برای من توضیح بده چه نژادی خوبه. اگه قبول داری نژاد شما خوبه به من بگو نژاد چیه و اینها. نمیاد، وقت نداری، همینجوری داره رانندگی میکنه. خودش به من یه روز گفت من روزی 10 بار از جاده میرم بیرون. و بهش گفتم سعید بالاخره یه روزی یا میزنی یه کسی رو میکشی یا خودت داغون میشی، نکن این کارو. من این تصویر رو براتون بزرگتر کنم دوستان عزیز. و نشته یاد داشت بل. میگه که به فرزندان ما رحم کنیم. دکتر محسن رنانی، اول خوندنش زمانی، بعدی هم نبا نقطه داره، رنانی استاد دانشگاه اصفهان. معلم های عزیز سلام، ما 40 سال از بخش اعظم جوانانمان را درس دادیم و به دانشگاه فرستادیم، اما همه چیز بدتر شد. تصادف رانندگیمون بیشتر شد. ضایعات نانمان بیشتر شد. من نمیفهمم ضایعات نان یعنی چی. آلودگی هوایمان بیشتر شد. شکاف طبقاتیمان بیشتر شده. پرونده های دادگستریمان بیشتر شده. تعداد زندانیمان بیشتر شده. مهاجرت نخبمان ما بیشتر شده. پس دیگر دست از درس دادن صرف برداری. آموزش کودکان ما ساده است. ما دیگر به دانشمند نیاز نداریم. ما اکنون دچار کمبود مفرط آدم های توانمند هستیم. اولا
شما طبق چه آماری میگی بیشتر شده؟ چون جمعیت الان 3 برابره به نسبت 30 میلیون، ببخشید 2.5 برابره. بعد حالا قبول داریم، چون الان میدونید که همیشه هم همینجوری بوده، پدرای ما میگفتن یاد قدیما به خیر، آدم ها خوب بودن و فلان، اینها منظورش نان خوش کرد. آها، این همیشه مسئله بوده ایران. همینجا آقا مجید، من نمیدونم شما تو کالیفرنیا این مشکل داری یا نه، آقا نون ما از فروشگاه افغانی ایرانی میخریم، کات میکنیم میزنیم تو فریزر، بعد میزنیم توی توستر که گرم بشه. وقتی میذاری یه جاش خمیره یه جاش میسوزه، میدونی چرا؟ یه جاش کلفته، دوره هاشه، اون وسطش نازک. ایرانی هنوز نمیتونه یه نون یه نواخت درست کنه، یه نون یه نواخت. اون وقت اینقدر ادعا داری، حالا این میگه ضایعات نانمان بیشتر شده. خب دانشمند، بس لطفاً به کودکان ما فقط مهارت‌های زندگی کردن را یاد بدهید و به آنها گفتگو کردن را، تخیل را، آها اینجوریه، به آنها گفتگو کردن را، تخیل را، خلاقیت را، مدارا را، صبر را، گذشت را، دوستی با طبیعت را، عذرخواهی را، دوست داشتن حیوانات را، لذت بردن از برگ درخت را، دویدن و بازی کردن را، شاد بودن را، از موسیقی لذت بردن را، آواز خواندن را، بوییدن گل را، سکوت کردن را. خب همینجوری دیگه، همینجوری میگه، میگه باور کنید اگر بچه های ما ندانند که حاصل ضرب 114 در 114 چه میشود و ندانند که با پای چپ وارد دستشویی شود یا با پای راست، هیچ چیزی از خلقت کم نمیشود. اما اگر آنها زندگی کردن را، عشق ورزیدن را، عزت نفس را، تاب‌آوری و عدم پرخاشگری را تمرین نکنند، زندگیشان خالی خالی خواهد بود و بعد برای پر کردن جای این خالی ها خیلی به خودشان و دیگران و طبیعت خسارت خواهند زد. حاصل چی میشه دوستان؟ یعنی اینکه این آقای معلم مثل من بیچاره 40 سال درس داده، حالا فهمیده همه درسایی که داده بیهوده است، امیدواریم اقلا از خانواده خودش شروع کرده باشه. و باز برمیگردیم به همون ماجرای چه باید کرد. اگر کسی در رابطه با چه باید کرد آدیوهایی میتونه بسازه، ویدیوهایی میتونه بسازه، صحبتی داشته باشه، برنامه‌هایی داشته باشه، تلویزیون مردم جای شماست. این سکوی ارتباطا میتونه در خدمت شما باشه و شما را لازم نیست برای اینکه 1 ساعت مجلس عزا داری یا مجلس عروسی داری بری یه تالار بسازی. این چیزی که دنیا به این نتیجه رسیده، آقا یه بدبخت خدا زده با قرض یه تالار میسازه، شما هر وقت خواستی عروسی کنی برای پسرت جشن تولد بگیری میری یه شب کرایه به اون میدی تموم. ولی ما نه، ما میگیم آقا مگه چه کار داره، خودمون را میندازیم. همون افشین، اون پسر جوان، خب حالا رفتی راه انداختی، کجا 14,000 نفر میتونی این برمور جمع کنی؟ کجا این همه؟ امروز برای آقای غلام ترشیزی فرستادم، گوگل ادسنس فرستاده بود که تو یه هفته 10,700 نفر فقط آگهی های ما رو کلیک زدن و بابتش این پدر سوخته ها $34 به ما دادن. بعد توی یک ماه مال اکتبر 22 میبندن، میدونید که اینا میگن فیسکال، مثلا یکی میگه اول ژانویه تا آخر دسامبر، بعد یکی میگه شهریور تا شهریور، اینجوریه دیگه. توی یک ماه $126 گوگل داده. برای آقای گلن ترشیزی که توی مراسم ختم دکتر ربی میگه فیزیکش خیلی خوبه، اینا که فیزیکشون خیلی خوبه، ریاضیاتشون هم معمولا خوبه، اونایی که شیمیشون خوب بوده، درسای تعریفی این طبیعی و فلان، این تاریخ جغرافی ایناش خوب بوده، میگم شما که فیزیکت خوبه لابد ریاضیت هم خوبه. اگه این گفته برای 10,000 خورده $34 به ما داده، حالا که $126 داده برای چند هزار تاست؟ خب همینجوری میشه بگی 30,000 خورده. تازه اینا کسایی هن که اومدن و فقط نگاه نکردن و برن، یه آگهی هم کلیک کردن، حالا یا عکس نمیدونم زن روسی بوده اونجا، یا شلوار بوده، یا ماشین بوده و اینها. چون این ماجراش هم بهتون گفتم، یه نفر به این دوست ما آقای حمید گفته بود که آقا این وبسایت درست کن، کارا باشه و اینها. بهش گفته بود آقا این دیزاینی که سوربی رو مردم تیوی داده خیلی خوبه، آگهی دیگران میذاره، آگهی گوگل میذاره، اینجوری اونجوری شما میتونی اخبار اینا. گفت نه آقا، اون عکسای سکسی نشون میده. بعد این میگه من خندم گرفته بود، این سوئدیایی که اونجا بودن میگفتن این دیوونه شده چرا اینقدر میخنده. میگفت خب من میدونم که اون رفته قبلش عکسای سکسی نگاه کرده،
بعد حالا که میاد تو مردم تیوی هم گوگل اون پشت میدونه که این چی کار کرده، اون عکس‌ها رو میفرسته که در رابطه با اونه. وایلا بهش نشون دادم، گفتم آقا منی که اینجا از صبح مشکل کامپیوتر دارم، وقتی میام عکس کامپیوتر دل رو نشون میده، عکس نمیدونم ماوس با سیم و بی سیم رو نشون میده، عکس ماوسی که دست درد نگیره نشون میده، عکس دوربین نشون میده. الان امتحان کنید، شما یه نامه ایمیل از خودتون به من بزنید، بنویسید. چرا همش میگیم بزنید، بفرستید. بعد توی اون مثلا بنویسید که انگلیش بوک یا هر چیزی، بعد ایمیلتون رو ببندید، بیاین صفحه مردم تیوی رو نگاه کنید. نه مردم تیوی، همشون دیگه الان همینجوره. امکان نداره شما بتونی با دنیا رابطت رو قطع کنی. دیشب اتفاقا یه برنامه، دیروز یه برنامه بود، چون من ویدیوش رو دیشب دیدم، توی صبح یه شنبه داشت راجع به کلاود میگفت. الان دیدید یه مدتی هی میگن ابر چیزاتو بذار تو ابر. ابر کجا چیه؟ نشون داد که آقا چه سازمان بزرگی تو همین لودن ویرجینیا ساختن و همه این چیزا اونجاست. بعد طرف نشون داد عکسشو تو کامپیوترش ادیت میکنه، بعد گفت نگاه کنید تو تلفن دستیم این عکس ادیت شد. میگه من اینجا هیچ رابطه‌ای با این ندارم، تو این ادیت کردم فرستادم اونجا که اسمش کلاوده، در آسمان ها نیست، رو زمینه، ولی مال اوناست، همه چیزاتون اونجا. شما با تلفنت عکس میگیری، فوری عکس میره توی یا گوگل یا مایکروسافت، یک کسی بالاخره، یا اپل، یک کسی شده پدرخواندتون، شده ولیتون، شده گاردینتون، اونا اونجا نگه میدارن. روزگار غریبیست نازنی، و اگر مطلبی به نظرتون جالب میرسه، میخواین دربارش صحبت بشه، موضوع روزی هست که ما یادمون رفته یا ندیدیم، همه چیزی که من نمیتونم ببینم و بخونم با این همه وبسایت های مختلف، با این همه به اصطلاح چیزهای خبری، چی میگن، سکوهای انتشار خبر و اینها، یه چیزی هم شما بگید، مثل همین دوستانی که لطف میکنن و این خبرها رو میفرستن. دو ساعت و 25 یعنی 120 و 25 145 دقیقه صحبت کردم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، با امید روزهای بهتر و آینده روشن. یه دعا هم در حقتون میکنم، امیدوارم همتون مثل آقای سعید کابوسی آگاه بشید، از صبح تا شب روی فیسبوک هر کی هر چی گذاشت ازش ایراد بگیرید، هر چی هر چی نوشت فوشش بدید. اگه یه نفرم فوش داد، شما حتما 100 تا فوش بهش بدید. فوش دادن نشونه آگاه بودن شما، یعنی نشون میده اون یه فوش بلده، شما 100 تا فوش بلدی. خدا نگهدار، به امید دیدار.